بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امیدوارم سال 1399 که سال بدی بود بیشتر به خاطر کرونا، اون رو با سال 1400 که خبر به اصطلاح واکسن و این دور شدن کرونا رو برای من و شما به ارمغان آورد، به خوبی بتونیم ازش استفاده کنیم و سال بهتری داشته باشیم یا سال بهتری برای خودمون درست کنیم. این ماجرای سال 1400، من دیدم که همون روز اول، اولا این اولین برنامه سال 1400، یه برنامه آزمایشی داشتیم حدود نیم ساعت، اونم هست ولی روی یوتیوب نیست. در صورت این اولین برنامه از سال نو رو بهتون تبریک میگم. امروز ششم ماه فروردین سال 1400 هست، برابر با 26 ماه مارس 2021، و تبریکی دارم به آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی، که اون به اصطلاح نمایندگی مهاجرین فرانکفورت رو ایشون نامزد کرده بودن خودشون رو و انتخاب شدن. بهشون تبریک میگم، امیدوارم موفق باشن. 5 سال گویا دوره این نمایندگی هست و امیدوارم در این رشته موفق باشن تا بتونن نظر به اصطلاح مردم رو جلب کنن برای اینکه در انتخابات آینده و به مقام‌های بالاتری باز به ایشون رأی بدن. ولی اولین روزی که سال 1400 شنبه هفته قبل بود شروع شد، خب چون در ایران ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، نصف روزش باید میشد 29، نصف میشد 30، نصف روزش میشد اول ماه فروردین. این یه مقداری شک و شبهه درست کرد، مثل اون ماجرایی هست که دنبال ماه میگردن و پیدا نمیکنن برای ماه رمضان و اینها. و بعد از اون خب معلومه که اون روز رو کلن میذارن برای ماه اسفند. از فرداش که یک شنبه بود، اولین روز ماه فروردین 1400 شمرده شد. ولی خیلی ها، حتی خود من توی برنامه قبلی گفتم که به اصطلاح سال 1400 اولین سال قرنه. دوستان این اشتباه بود و ممنونم از پتیک که برای من نوشت. البته قبل از اینکه من ایمیل اونو باز کنم، توی اون برنامه متوجه شده بودم، گفته بودم و خودشم گفت خیلی ممنون آقای زمانیان، من سال نو رو به شما تبریک میگم، خیلی ممنون از زحمات شما و کاریکاتورهای قشنگ. یا من نمیدونم، اون وقتا میگفتن کاریکاتور به این چیزا، حالا چی میگن یا تو ایران چی میگن؟ اگه به فارسی بنویسی برای ما، چون اینجا انیمیشن داریم، کاریکاتور داریم، خیلی چیزای دیگه داریم و ما چون هنرمند نیستیم از هیچ کدومش اطلاع نداریم. در صورت از شما ممنونم که این با این طنز خاص این منظور خودتون و نوشته های به اصطلاح جامعه رو منتقل میکنید به صورت نقاشی و اینها به مردم. خیلی ممنون. سال 1400 دوستان آخرین سال قرن 14. ما خیلی به زبون ساده اومدیم نوشتیم از 1 تا 100 میشه قرن 1، 101 تا 200 قرن 2، همینجوری شمردیم تا رسیدیم به 1301 تا 1400 میشه قرن 14. یه عده باور قبول کردن و یه عده قبول نکردن و یه عده این وسط. بعضیا هستن بچهای یه ساله، دیدید مثلا یه چیزی یه سالم بیشتر، 15 ماه 18 ماه یه کلمه ای رو یاد میگیرن، همونو تکرار میکنن. مثلا این نوه کوچولوی ما بیگ تراک یاد گرفته، ماشینای بزرگ که اینجا رد میشن میگه بیگ تراک، همینجوری رد میشه میگه بیگ تراک. این دوستان ما هم همینه. مثلا یه سوال میکنی که آقا این جنبش نه به جمهوری اسلامی، شما فکر میکنید این هم یه امید و یأس و افسردگی هست یا یه امید و پیروزی؟ یکی مینویسه حالا فلان اینا رو بیسه، آقا اصلا بلد نیستن سوالو بخونن، در جوابش یه جواب منطقی، کوتاه، مفید، مختصر بدن.
یکی میگه حالا قرن 14 باشه یا قرن 15 چه فرقی برای ما میکنه؟ آقا هیچ فرقی برات نمیکنه، ولی اگه قرار باشه شما فقط دهانت رو باز کنی وقتی حرف بزنی که اون حرفت حرف مفیدی باشه، دهن هممون کپک میزنه، پورمک به قول شیرازی ها میزنه، چون ما از صبح تا شب داریم حرفای الکی مفتی بی خود میزنیم. بگذاریم. نوشته که You can turn this off. خب ما که آنش کردیم دیگه، شما چرا اذیت میکنیم؟ در صورت اینم از این، ما روی فیسبوک هستیم، روی فیسبوک مردم تیوی هم هستیم، اگه دوستان لطف کنن. دیدم اون دفعه آقای زمانیان نوشته بود من شیر میکنم، از هیچ کم ترس و وحشتی ندارم. خیلی ممنون آقای زمانیان، ای کاش ما 10 دوست مثل شما داشتیم. آقای آمده بود نوشته بود که نترسید، الان بهتون نشون میدم چون اینا رو با دادم عکسشو بگیره، نترسید ایران آسکر. اینه، بیارمش اینجا کامرای 5 بهتون نشون بدم و خودم هم از روی این صفحه بخونم. امیدوارم شما بتونید ببینید، چون بعضی وقتا این نوشته های فارسی رو ما تو این سیستمه که میذاریم درست خونده نمیشه. آقای دقت کنید، به نام اسکار ایرانی اسکار. خب بله، بنده توی آلمان که بودم به من میگفتن اسکار، اومدیم آمریکا گفتن اسم چیه، گفتیم اسکار، گفتن او اسکر. حالا من نمیدونم، ولی نگاه کنید ببینید این آقا چی نوشته. من بیشتر میگم آقا، چون معمولا خانوم ها به این احمقی نیستن، خانوم ها کمتر می نویسن. خیلی ممنونم آقای شیخی، منم سلام میکنم به شما و سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر از سال قبل باشه. این آقای اسکار ایرانی اسکار نوشته نترسید، چرا نباید ترسید، زیرا از این به بعد هر ایرانی که بترسد همه هم علامت سوال گذاشته جلوش، شریک در ظلم و جنایت و خیانت و دزدی های آخوند خواهد بود، نه به جمهوری اسلامی. چرا خود را فریب می دهید و چرا دیگران را دعوت می کنند؟ همراه شماها شرف انسانی را زیر پا گذاشته و به طمع مال دنیا و پست و مقام و چه و چه یادداشت خواهد که شما را به بهشت می برند. سرابها تا کجا تزویر فلان. من برای این آقا نوشتم آقا شما از ترسیدن و نترسیدن صحبت نکن. کسی که اسمش قلابیه، فامیلش قلابیه، عکسش قلابیه، دیگه نباید بیاد به این و اون توهین کنه که اگه شما نمیترسین فلان. شما از همه ترسوترید، از همه بزدلترین، این بمانه. ولی برگردیم باز به این ماجرای نه به جمهوری اسلامی. آقای خدابنده یه چیز خیلی قشنگی نوشته بود، نوشته بود اینا حتی 5 خرج نمی کنن بدن به یه کسی که یه پوستر یا یه فلایر قشنگی درست کنه. بله، شما تو ایران واقعا میتونی با 5 بدی برات حتی فکر کنم یه بنر درست کنن. آقای زمانیان الان دلار چنه؟ اون آخرین بار مثل 25,000 بود. خب اگه 5 to 25,000 یه چیزی چاپی بخوان درست کنن، این بنرهای شما بنویس نرخ و اینها چقدر. در هر صورت بله، اینا هیچ خرجی نمی کنن. دلیل اینم، دلیل اینکه جنبش را میندازن اینه که مجانیه، حرف مفته. میشینن جلو کامپیوتر دوتا عکس رو میذارن، وصل میکنن، یه نوشته هم مینویسن، رنگش عوض میکنن، یا علی مدد، یه احمقی هم مثل رضا پهلوی میاد اینجوری برمیداره مثل عقب افتاده ها. مردی که 60 سالشه، 42 خورده و خوابیده، 44 همه عمره 60 سالش خورده و خوابیده، حالا کارش شده یه کاغذ، بعدم آمده و شق القمر کرده و تو صحبتاش گفته که این دنبال پادشاهی و اینا نیست، که بلا فاصله یه عکسی درست شد، من اینجا بهتون نشون بدم. اینم جالبه، پلیر 5، و براتون بخونم که روش چی نوشته. نوشته که من لب و فروشی در فرنگ را به پادشاهی در ایران ترجیح میدهم. زیرش نوشته پایان 2
بعد عکس اینوری که این رضا تنبل هست، اون یکی احمد شاه بوده، این یکی رضا تنبل نوشته باور به مقام موروثی و گزینش ژنتیک ندارم، در عرصه عمومی این تبعیض مسلم را رد میکنم. یعنی آقا چون پدرم شاه بوده من باید شاه باشم، اینو من قبول ندارم. ولی همین احمق 21 سالش که بود قسم خورد، سوگند خورد. همین نادان، من سال 2006 ازش پرسیدم، ویدیوش هست، برید بزنید توی یوتیوب بنویسید سربی یکم فاصله رضا پهلوی، ازش پرسیدم آقا شما سوگند خوردی، شما شاه هستی یا نیستی؟ این ماجرای شاه بودن و نبودن، دوستان یه پولی رو اینم شاه نمیدونم کی بهش همچین پیشنهاد احمقانه ای داده بوده که اگه میخوای سلطنت به اصطلاح دائمی باشه شما بیا یه پولی رو بذار توی تراست. تراست رو توی ایران نمیدونم پولای اینجوری اصلا هست، مثلا شما میری یه پولی میدی دست یه وکیلی، اگرم میدن بهش چی میگن، یا میذارن توی دادگاه یا بانک و اینا. اینجا هستن وکلایی که برای شما تراست اکانت باز میکنن، پول رو میذارن اونجا، بعد شما میگی من این پول رو مثلا به نوه‌ام میدم به شرطی که فقط برای دانشگاه باشه. این گویا شاه یه پولی گذاشته گفته هر کسی از خاندان پهلوی به مقام پادشاهی رسید، مثل که همون موقع میدونسته این رضا ارزه‌ای نداره، این پول در اختیار اون. بعضی هم میگن میلیارده، بعضی هم میگن 22 میلیارده، ما کاری نداریم. و میگه اون کاغذ دست رضا شاه دوم و سوم سابق 1000 تومن میشه در ایران. در ایران با 1000 تومن میشه چاپش کنی، یعنی 1 دلار 25,000 تومنه، ولی 1000 تومن یعنی میشه 4-5 سنت. ضمناً دیدم آقای زمانیان عکسای اسکناسای جدید، ولی نتونستم از نزدیک ببینم که حالا اون 4-0 رو کم کردن یا اون 4-0 کم رنگ‌تره و بعدن. و کل ماجرا این هست که بانکای دولت‌های دیگه هم این کارو کردن، کشورهای دیگه هم این کارو کردن که وقتی صفرا رو میزنن پول وقتی میره بانک بیرون میاد پولای نو اینجوری هست، و خیلی وقتا هم یه فرصتی میدن به همه که بیاین بانک پولاتون رو عوض کنین، بعد از اون مدت اون مهلت دیگه میگن پولای قدیمی به اصطلاح اعتبار نداره. حالا شما پول جدید گرفتی یا نه، تو ایران وقتی وقت عوض میشد هی میگفتن به وقت جدید یا به وقت قدیم، حالا لابد تا یه چند سالی هم وقتی یه نفر میگه مثلا این تابلو 1000 تومن میگه به تومن قدیم یا تومن جدید. ملت عجیبی هستیم واقعا. و اما این بالا من نوشتم برای اولین بار یک حقوقدان مستقل ایرانی برنده مجلس مهاجران شد. چرا مجلس نمایندگان با مجلس مهاجران در فرانکفورت فرق میکنه؟ آقای ایران بومی برای من توضیح داد، گفت به دلیل اینکه مهاجران در آلمان زیاد هستن، حتی برمیگرده به اون ترکا و اینها، به اصطلاح 47 نفر به عنوان نماینده مهاجران میتونن در این مجلس شهر فرانکفورت باشن، و خب خود این نشون میده که اینا یه صدایی دارن، یه حق و حقوقی دارن. من بازم به ایشون تبریک میگم. و اما ویدیوهایی که من امروز قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر با خانم شیوا محبوبی که ایشون فعال سیاسی هستن، فکر میکنم از انگلستان یادم میره بعضی وقتا، با ایشون مصاحبه داشته باشم. بعد فکر کردم چون الان ایام تعطیلی هست و دوستان ایرانی هم ماشاءالله 2-3 هفته میرن خوش میگذرونن و هرچی هم میگی دید و بازدید نرین، هر کی التماس میکنه آقا دید و بازدید نکنید، ماچو بوسه نکنید، ما همینجا هم دوستان میگن آقا کی بیان دیدتون، کی بیان بازدیدتون، میگیم بابا کروناست، میگن مهم نیست ما واکسن زدیم. بعد آقای زمانیان میگه ما اصلا اسکناس استفاده نمی کنیم، همش با کارت هست، اسکناس جدید رو هم هنوز ما ندیدیم. آقا من وقتی فیلمای ایرانی رو نگاه میکنم تعجب میکنم که شما چقدر بهتر و بیشتر از ما از این تلفن ها استفاده میکنی، از قسمت پرداختش، از قسمت پول جابجا کردنش. البته ناگفته نماند که چقدرم ایرانی ها از این تلفن سوء استفاده میکنن. مثلا 2 هفته قبل من راجع به کلاب هاوس صحبت کردم، کلاب هاوس میگه شما باید یه نفر
دعوتتون کنه تا بیاین اونجا. بعد وقتی مثلا یه دوست اینجا تو مریلند آقای اردوان روزبه لطف کرد منو دعوت کرد، بعد به من میگه حالا تو میتونی 8 نفر دیگر رو دعوت کنی، که خود اینم یه بازی مسخره ای هست که ملت فکر کنن یه چیزی گیرشون اومده و ایرانی ها از اینم سوء استفاده میکنن. ایرانی ها یه دوستشو دعوت میکنه، بعد مینویسه یا به اون میگه یا توی برنامه میگه که من 7 تا دعوتنامه دیگه دارم، اینا رو میفروشم. مثلا یکی میخواد بره داخل، نمیذارنش، آشنایی نداره، حالا خیلی پشت چشش روشنه که بیاد توی کلاب هاوس، بعد میفروشن. مثلا خندم گرفته بود اون روز، بعد یکی توی اتاقی داشت حرف میزد، گفت که من انداختن بیرون، دیگه هم چیز نداشتم، مجبور شدم دعوتنامه بخرم. گفتم دعوتنامه بخرم یعنی چی؟ گفت بله، اونایی که دارن 7 تا، این 7 تا رو خرید فروش میکنن. دوستان بی خود هیجان زده نشین. اتفاقا آقای مجید تفرشی اگه اشتباه نکنم ایشون خیلی قشنگ نوشته بود که کلاب هاوس قرار بود یه جایی باشه که مردمی که اونجا هستن حقیقی و حقوقی باشن، ولی نیستن. هر کسی یه عکس علکی گذاشته، یه تومار تلفن علکی، 3-4 تا تلفن، بعد میان یه مشتی فوش میدن، یه مشتی وقت تلف میکنن. اصلا فایده ای نداره. و من یکی 3 روز داخلش بودم، دور زدم، دیدم اتلاف وقت. خب ما اینجا هم اتلاف وقت میکنیم، ولی یه چیزی هم یاد میگیریم. اصلا فایده نداره. کلاب هاوس از روی تلفنم هنوز بر نداشتم، امروز بعد از او یا فردا صبح بر میدارم. و نخواستیم، میگفت مرا به لطف تو مرا خلاصه شر مرسان، یه چیزی اینجا بود، یا میگفت از این که ما رو بخواین طلا کنین دست بردارین، مرحمت فرموده ما را مس کنین. حالا ما همین سربی که هستیم خوبه و باقی میمونیم. آقای زمانی ها، صدا و تصویر ما اونجا چگونه است؟ چون شما ایرانی هست، ایران هستید. آقای شیخی، صدا و تصویر ما اونجا چگونه است؟ چون امروز ما با این میکروفون یه اشکالی داشتیم. اینم ممنونم از آقای اکبری. آقای اکبری گفت دفعه قبلی که اولین برنامه سال 1400 رو به اصطلاح ضبط کرده بودی صدا پایین بود. گفتم خب یکی از اشکالای ما اینه که وقتی صحبت میکنیم کسی نیست، لول صدا و اینا اینجا میبینیم. اینجا من حالا بذارید به شما نشون بدم که وقتی صحبت میکنم این چیزی هست که جلو من هست. یه لحظه اجازه بدید ببینم حالا اگر تصویرشو بندازم اینجا چجوری میشه. ببینید این OBS یا Open Broadcasting و این هست. مثلا ببینید من الان ساکت میشم، حالا میگم 1, 2, 3, 4، این صدا اینجوری بالا و پایین میشه. ولی وقتی من میرم تو تصویرهای دیگه، نوشتهای دیگه رو میخونم که حواسم به اینجا نیست. قدیما توی تلویزیون ها که 14 نفر کمک میکردن که یه نفر برنامه داشته باشه، یه نفر فقط مسئول صدا بود، یه نفر مسئول نور بود. یعنی اگر در حین روز نور عوض میشد، اون نور رو بالا و پایین میبرد. به همین خاطر بعضیا برای که نور رو عوض نکنن، استدیوها پرده‌های مشکی قطور میزدن زخیم که اصلا نور نیاد، شب و روز فرق نمیکرد. ولی الان که ما هممون میشینیم اینجا، بعد از ظهر که برنامه رو شروع میکنیم، عصر تموم میشه، آفتاب اینجاست، یه وقت میفته تو چشمون، یه میفته اینجا، خلاصه تنظیمش مشکله. آقای سیاوش محمدی میگه امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو مد مرا به خیر تو امیدوار بود آدمی یا آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. خیلی ممنون. مرا به خیر تو امید نیست، خیلی ممنون، متشکرم. میگن صدا عالی، تصویرم عالی. بله، اونم آقای زمانیان، یه رقیب اینجا داری، این آقای طهمورث زمانی یه عکسایی رو حالا یا با فتوشاپ یا با پینت، با هر پروگرامی درست میکنه میذاره، مخصوصا در رابطه با این حرفی که رضا پهلوی زده، گفته نمیتونه یا نمیخواد شاه باشه و میخواد رئیس جمهور بشه. ایشون اومده گفته من میخوام رئیس جمهور بشم. خودشم وایساده خان بالا. خیلی هم بهش گفتن آقا اگه شدی تو رو خدا متملقا و اینا رو بنداز دور. گفته اصلا پدرشون رو در میارم، اینجوریشون میکنم، اونجور میکنم، دستمال یزدیاشون رو میگیرم، آتیش میزنم و اینها و الی آخر. خب
از از صفحه آقای طهمورث زمانی هم دیدن کنید. و دوستان توی این صفحات وقتی میاین سعی کنید با همدیگه دوست بشید، صفحات همدیگه رو ببینید. یه چیز زشتی که من توی کلاب هاوس دیدم، قرار بود کلاب هاوس وقتی میاد مردم عادی اونجا باشن و حقیقتا این اونایی که اینفلوئنسرن یا اونایی که هنرمندن چیزیان هی فوری میکروفون بهشون ندادم. ولی من روز اول دیدم تا میره طرف میگه آقا آره شما اینجا هستی بیا. گفتیم آقا ما نیومدیم، ما اومدیم فقط گوش کنیم ببینیم چه خبره. بعد خودشون به همدیگه میگن تو منو فالو کن، تو منم تو رو فالو کنم که تعداد فالوورامون بره بالا. بعد هرچی فالوورت بره بالا اونا بهت مثلا مثل مدال نقره فلان اینا میدن که اصلا نخواستیم، ما این بازی زشت رو نخواستیم. چی درست شد؟ میگن که گفتم خوب قطع شدید یا مشکل از طرف ماست. به احتمال زیاد مشکل از طرف شماست و اذیت نکن. ببینیم چی میشه. خب آقای زمانیان، من چک کردم برنامه شما رو شیر نمی کنه، بین خودمون باشه. آقای زمانیان، اینجا میگن بیگ برادرز واچینگ. ایشون نوشته که آقای زمانیان شیر نمی کنه، بین خودمون باشه. آقا مهم نیست شیر کنه شیر نکنه. من در این چند روز ایام عید و اینها یک سری وقت بیشتر داشتم تا برنامه های تلویزیونی رو نگاه کنم. یکی از برنامه هایی که نگاه کردم این بود به نام فرخزاد مردی فراتر از زمان خود. من هر وقت که اینا یه تایتلی می نویسن، الان شما برو تو یوتیوب نوشته مهمترین خبر، خبر فوری، نمیدونم خامنه ای مرد، خامنه ای مریضه، فلانه اینا، بعد میری تو آخرش نگاه میکنی میری هیچ خبری نیست. دو تا فوش هم میدی میری، ولی دو تا فوش شما نتیجهش این شده که اون یه نفر اومده ویدیوشو نگاه کرده. ما کلا نه این کارا رو میکنیم نه این کارا رو دوست داریم. همون اول می‌نویسیم برنامه سربی با مردم، حتی تیتر روز و اینا هم نمیزنیم. طرف میاد نگاه کنه، دوست داشت دوست نداشت میره دنبال کار و زندگیش. و اما آقای کاووسی هم این عکسای اینجوری رو نفرست در موقع برنامه زنده و بماند. مثلا برای فرخزاد مردی فراتر از زمان خود. آقا خانم، شما هر قد فرخزاد دوست داشته باشی دوست داشته باش، هیچ که مزاحمت نمیشه. اصلا شبان روز بشین نوارشو گوش بده، الان هم که روی یوتیوب گوش بده، ولی بیا به خاطر وجدان، به خاطر هر کی پرستی گوش بده ببین این فرخزاد کی بوده. یه بچه پولداری که بلند میشه میره آلمان، میره اونجا، ایشون همجنسگرا هم بوده، خواهرش فروغ میدونسته، اون خواهر بزرگترش میدونسته. وقتی میخواد برگرده ایران تو دوره شاه، فروغ بهش میگه بر نگرد ایران، تا الان 2 ساله که تو آلمان شروع کردی شعر به آلمانی میگی، برای خودت کسی شدی. من اینجا نمیدونم چندین ساله مینویسم 50 تومن باید برم پول از این اون قرض کنم تا یه جعبه سیگارم بخرم. ایشون به حرف خواهرش گوش نمیده میاد ایران. حالا آقای فرخزاد دکترای علوم سیاسی، دکترای اقتصاد، دکترای خدا، دکترای زمین، دکترای هوا، وقتی آمد ایران چی کار کرد؟ خواهر بزرگترش تو رادیو تلویزیون بود، پارتی بازی کرد. ببینید تا یکی پارتی بازی میکنه این باید بهش بگی بنداز سطل آشغال، یعنی این میدونه که نمیتونه، شایسته اون کار نیست، با پارتی اومده، پارتی بازی کرد، اومد تو رادیو و تلویزیون و دیگه بعدش هم شما که همسن سال من هستید میدونید چه برنامه‌ای میذاشت. برنامه‌ای میذاشت که پدرای ما فوش میدادن، میگفتن این بچه فلان چیه نگاه میکنی، ما هم نگاه میکردیم نمیفهمیدیم چی به چیه. خب حالا بزرگترین هنری که ایشون کرده، نمیدونم یا شاخ قول یا چیز قول رو شکنده، این بوده که اون موقع دست هنرپیشه‌ها و مهمونای زن رو میبوسیده، که هم زنه بعد به خجالت میکشید، هم ممکنه وقت برمیگشت خونه یقشو میگرفتن. من یه مصاحبه دیدم از شوره آقداشلو با آقای عنایت فانی، بهش میگه که شما چرا فامیل آقداشلو رو داری؟ تو ایران که زنا فامیل شوهرشون رو نمیگیرن، بعدم اگه شما فامیل شوهرتو میگیری گویا ایشون 2-3 بار ازدواج کرده، شما چرا حالا شهره توزیع نیستی؟ خانم آقداشلو توضیح میده، میگه من چون تو کار هنری اومدم، پدرم گفت تو حق نداری
اسم فامیل ما رو خراب کنی. فامیلشون یا وحیدی پوره یا وزیری پور. بعد میگه شانس آوردم با همین آقای آقداشلو هست که تو ایران یقش گرفتن گفتن به زنا تجاوز میکنه و دست درازی میکنه، ایشون با این ازدواج میکنه، فامیل این رو میگیره و این اسم اسم هنری ایشون هست و الا فکر کنم تو شناسنامهش همون شهره وزیری پوره یا هرچی. بعدم خب حالا آمده اینجا، وقتی هم اومده انگلستان، اومده آمریکا و میگه من اول انقلاب و دوره بختیار بلند شدم با ماشین، 31 روز طول کشید تا رسیدم اینجا. حالا من نمیدونم منظورش 31 روز از ایران طول کشیده تا رسیده انگلستان یا 31 روز از ایران طول کشیده تا آمده آمریکا. بمانه، چون ایرانی ها وقتی صحبت میکنن از بس دروغ میگن دیگه حقیقت یادشون میره. خلاصه این ماجرای فرخزادم وقتی آمد اونجا با اون چیزایی که تو آلمان دیده بود حقیقتا یه کپی میزد. بعد بودجه دولتی دستش بود، این آدمای چی میگن دنبال فرهنگ غربم دنبالش را افتادن، یه برنامه گذاشت، میخک نقره‌ای، نمیدونم جمعه صبح فلان بیسار، شواجی خانم فلان، اینا با اون خنده های مسخرش، با اون ریش و سیبیل و پا فلانش و اینا که نه مردها قبولش داشتن نه زنها. حتی میگن برای این که به اصطلاح توی جامعه بتونه چی کنه، با یه خانمی ازدواج کرد که همون موقع اون خانمه گویا نصف سن اینو داشته، مثل درست شاه که فرع وقتی ازدواج کنن اون 40 سالش بوده اون 20 سالش بوده، اینم هم همچین کاری میکنه و ازدواجش هم ناموفق میشه، چون مثل که اصلا ایشون علاقهی به زن و اینها نداره و از همون قدیم. حالا بعد اومد انقلاب شد، تا موقع انقلاب این چه حرکتی، چه حرف انقلابی زد؟ رفت سرای شاه، اینجا سرای شاهه، چرا بهش میگن چهارراه شاه؟ بعد خود فرخزاد یه جایی میگه که وقتی من برنامه داشتم تو خیابونای تهران تاکسی گیر نمیمد. آقای فرخزاد خدا بیامرزتت، 55 سال بیشتر عمر نکردی، ولی ببخشید احمق، توی دوره شاه که 2 تا کانال 1 و 2 بوده هر آشغالی میذاشتن مردم نشسته بودن مجبور بودن نگاه کنن. بعد توی تهران اون موقع ساعت 8 و 9 شب یا توی شیراز وقتی مراد برقی هم میذاشتن نه تاکسی بود نه چیزی بود، چون دیگه هر کی کاری کرده بود 5 و 6 از میرفت خونه استراحت میکرد. آخه این چه آمار احمقانه‌ایه که شمایی که آلمان بودید میایین به مردم میدید. آلمانی که از همون قدیم میتونست بفهمه هر کانالی چند تا بیننده داره، هر برنامه‌ای چند تا بیننده داره، با مردم در تماس بودن، نه اینکه برنامه‌های من پربیننده ترین بوده. خب حالا گیرم که بوده، چه تاج گلی به سر خودت زدی. یه شعری هست مال اون درخته که میگه بعد تو به تنهایی، خب چی کار کردی؟ تنهایی که غلطی نکردی، جمعاً هم که غلطی نکردی. خب حالا انقلاب شد، بلند شدی اومدی انگلستان، برای امرار معاش شروع کردی کنسرت گذاشتن. چون اعضای کنسرت مجانی بودن از این ور و اون ور می آوردی، یکیش دیر می اومد، یکیش باید تاکسیشو پارک کنه بعدن برسه، شما تو این مدت زمان کسی هم نبود بلد اوپن کنه، شما شروع می کردی جوک و اینها می گفتی، بهترین جوکت شده بود توضیح المسائل که نمیدونم فلانی عمش افتاد و اینا. بعد یه دفعه شما فکر کردی انقلابی شدی. بعدم که آقای دکتر منوچهر گنجی، آقای شیر اکبری میگه که امروز صدا خوبه، خیلی ممنون، این میکروفونه رو دیدم صداش رفته بود رو 40، الان آوردمش روی 90. شما هم این کارا رو میتونید تو کامپیوترتون انجام بدید، برید اون پایین اونجایی که علامت یه بلنگو هست روش رایت کلیک کنید مینست ساوند، بعد براتون میگه ریکوردینگ اینقدر فلان، ولی بعضی وقتا ما دیگه یادمون میره. در اصل ممنونم دوستانی مثل شما وقتی که انتقادا رو بگن به ما، کمبودا و اشکالا رو بگن، ما در جهت رفع اونها برمیان. از این بابت از شما ممنون و متشکر. آقای احمد علی مسعود انصاری هم اینجا هستن. آقای احمد علی مسعود انصاری لطف کنید یه بار دیگه برای دوستان تو ویدیوتون ماجرای اون تراستی رو که شاه گذاشته بوده و این صحبتی که الان رضا پهلوی گفته من از لحاظ ژنتیکی و اینها نمیخوام نمیدونم
پادشاه باشم، اینو برای مردم توضیح بدین چی شده، اون مهلتش گذشته و یا دیگه این میگه اصلا اون پوله هم حتی ارزش نداره من برم، یه توضیح بدین بد نیست. ببینم ایشون میگه که آقای زمانیان این بعد میگه چه فرقی بین این جنبش و جنبش ما هستیم، انگار مد شده که همه خودشون رو مطرح کنن. جنبش واقعی مدیریت میخواد، اساسنامه میخواد، از همه مهمتر قدرت مالی و پشتوانه. آقای گل گفتی یه برنامه ای رو از فرخزاد رفتیم شوره آقداشتو رفتیم اینجا، یه برنامه ای رو آقای شهرام همایون گذاشته، اولا به شوخی به جدی هی به این شعله دکتر شعله سعدی و اون یکی آقای تبرزدی هی میگه ایدی ما رو دادین، ایدی تلویزیون رو دادین، ایدی بچه ها رو دادین، بعد بلند میگه آقا اینم ایدی اینا، همین تبریکی که گفتن. به این وسیله میخواد بگه یعنی اینا پولی نمیدن برای برنامه و من میارمشون. ولی این جالبه که آقای تبرزدی که پول نمیده یه ساعت این تلویزیون، حتی شهرام همایون به طعنه میگه که میگه شماها از این تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون میپرین، بعضی از این تلویزیون ها 80 دلار به اینا میدن. بمانه این جالبه که تبرزدی به شهرام همایون میگه حالا که این جنبش شروع شده شما نباید وقت بدی به خزعلی و وقت بدی به صادق زیبا کلام که بیان حرف بزنن. گوش کنید ملت، اینا کسایی هستند که میگن جمهوری اسلامی به ما اجازه نمیده حرف بزنیم، هنوز نیامده، هنوز پول نداده، هنوز قدرت نگرفته، به تلویزیون این ور اقیانوس میگه شما به اونا وقت نده. آقای شهرام همایون بیچاره حواستو جمع کن، روزی 4.5 ساعت نشستن زیر این پروژکتورها که از نور خورشید ضررش بیشتره چه فایده ای برای شما داره؟ اگه همسرت نبود که نمیدونم قرصای فلان بلند کن و چی تنگ کن و بفروشه، الان شما چند بار ورشکست کردید؟ برو آقا به فکر زندگیت باش. اینا میگو برو فکر نون کن که خربوزه آبه. بله، پشت به اصطلاح جنبش جدید شهریار آهیست. آقا اون شهریار آهی هم که همین آقای انصاری بارها توضیح دادن که چه آدم فاسدیه و این حتی دنبال به اصطلاح دخترها و زن همینایی که همکارش هستن بوده و هست. برگردیم، آقای فرخزاد میگفت که پربیننده ترین برنامه و شهر تعطیل میشد و یه جای دیگه میگه خیابونها بند میمد. میگه یه روز داشتم با دوستای آلمانیم صحبت میکردم، میگفتم من اینقدر معروفم که اگر برم تو خیابون و بخوام یه گزارش تهیه کنم خیابونها بند میاد. اونا باورشون نمیشد. منم با آقای فلانی و اون گفتن یا آقا بیام ریش تا اینجا و دوربین و نمیدونم میکروفون دستشون را میفتن میرن تو خیابون، مردم میان تو خیابون، بی نظمی، خیابون بند میاد. و ایشون به اون میگه بعد دیدید بهتون میگم. من یه داستانی رو براتون بگم دوستان، خیلی جالبه. اونایی که بچه خیابون آسونه و سید علادین حسین و تنوره بغیریا و اینا هستن میدونن. مثلا من مدرسه‌ام درشیخ بود، خونه عمامینام درشیخ بود، بعد خونمون همین آسونه و تنوره بغیریا بود. اینو که میگم واقعا اگه یک کلمه بخوام بالا و پایین بگم، خب این دخترمای ما همشون مثلا پول نداشتن که بیگودی و فلان اینا بخرن، قرض همدیگه میدادن. مثلا این یه چیزی بود اتو میکردن موهاشونو یا پیچ میدادن گرما و اینها، یه چیزی هم بهش میگفتن بابیلیس، بابیلیس یه چیز اینجوری. بعد مثلا من میرفتم اونجا، یکی از این دختر عمای ما زن پسر عمه دیگه‌مون بود که اونا با ما زندگی میکردن، یعنی ما با اونا زندگی میکردیم. و این وقتی چیزاشو میداد دست اون خواهرایی که مجرد بودن، وقتی ما میرفتیم میگفت اینم بگی بیا. خدا شاهده یه روزی من با پسر عموم امین سوربی که اون یه سال از من کوچیک‌تر از درشیخ، اینو گرفتیم دستمون و این چون سیم داشت من به اون گفتم که نگاه کن این مثل میکروفونه. و همینجور که تو کوچه راه میمدیم من و این حالا دوتا جوون مثلا 14-15 ساله جلو مردم وای میسادیم، میگفتیم مثلا نظر شما راجع به هندونه چیه، نظر شما راجع به اید چیه، مردم هم شروع میکنن صحبت کردن. آمدیم یه آقایی بود بهش میگفتن کلامت، این یه مغازه باز کرده بود تو کوچه ما. این وقتی آفتاب بود میمد میشنست برای آفتاب، این خیلی روش خوبیه، قدیمی ها اینجوری میکروب و ویروس و اینا رو میکشتن، از اون برم جذب ویتامین دی، همین کاری که آلمانی ها میکنن تا یکم آفتاب میاد خشتکشون در میارن میان میپرن رو چمن و بیرون و اینها.
این کلمت نشسته بود و چون اونجا کوچه تو گذر بود، من این امینم این سیمه رو کشیده بود اینجا زیر چیش، که یعنی این یه دستگاهی، این داره ضبط میکنه. بعد من اینو گرفتم به کلمت سلام علیک کردم و مثل که از همون قدیم من این دیوانگی به اصطلاح برنامه و اجرا و اینا رو داشتم. ازش پرسیدم کلمت اینجا شما هستی، نظرت راجع به این بچه ها چی و اینها؟ گفت حالا که اومدی امروز حرف حساب گوش کنی بهت میگم شماها اینجا خیلی اذیت میکنی، شماها توپ میزنید تو سرپکال مردم فلان اینا. یه مشتی فوشی داد به اون بچه های دیگه که خود منم جز اونا بودم، کارمونو کشیدیم رفتیم. میگه چی؟ بیگودی میگفتن. نه بیگودی هنوز هست، یه چیز دیگه بود، برقی بود و اینو میپیچیدن مثل اتو بود، گرم میشد موهاشونو شکل میداد. البته یه چیز دیگه هم هست، میکشن صاف میشه. ماشاءالله این خانما که از لحاظ اسباب ورزشی، از لحاظ اسباب آرایشی یه کامیون بهشون بدی بازم کم دارن تا بتونن از این بالا مو قلابی، ابرو قلابی، چشم قلابی، دماغ قلابی، لب و دهن قلابی، فک و چونه قلابی، گردن و اینها قلابی و الاخر بمانه. تمام کامنت رو نخوندی، اشکال کوچک همینه که شما به خط یه خط از چیزی رو میخونی و بعد توضیح میدی و مثال میاری که اصلا مطلب فراموش میشه. آخه قربونت برم کاکو جون، شما نباید مطالب رو طولانی بنویسی. خودت بعدا این ویدیو رو نگاه کن، وقتی من میام اینجوری جلو معمولا این نوشته ها رو نمیبینم. خب شما میگی یا با تابلو عکس گرفتن که نشد مبارزه، قول بهت میدم از هر کدام از این حامیان که عکس گرفتن بپرسی اساسنامه چیه، برنامه چیه و طرحهای آینده و... خب این که من همین رو دارم میگم، آقا هیچ برنامه‌ای ندارن. همین شهرام و همایون، شما برو آخرین برنامهش احتمالا پریروز من نگاه کردم، شهرام و همایون شعله آتش، این شعله سعدی یکم خله، آقای دکتر هم بهش میگن یکم خله، این نمیدونم شاید هم باهایی باشن بچه های مول سعدی و اینها. در صورت براتون ایمیل فرستادن. خب خانم محبوبی براتون ایمیل فرستادن، بذارید ببینیم که ایشون چی میگن، میتونیم باهاشون باشیم یا نه. و من اینجا ایمیلی نمیبینم. سلام آقای سوری، اگه فکر میکنید هفته آینده، من گفتم آره هفته آینده بهتره، بعد یادم افتاد هفته آینده هم چیز هست به اصطلاح میشه 12 و 13. 12 که آقای نمیدونم باطبی تبرزدی چیه گفته بیان بیرون بگید نه به جمهوری اسلامی، نمیدونه مردم دارن گوشت و کباب و اینا سیخ میکنن برای 13 بدر. بعد حالا ببینیم چی میشه. در اصل دوست عزیز من همینو دارم میگم، اتفاقا آقای شهرام همایون این برنامه چون از اینا ناراحت بود که پول نمیدن بهش. ببین اینا حتی به طرفدارایی که ندارن نمیگن حامی من، طرفدار من، امروز که این برنامه رو میبینی $5 به شهرام همایون یا به تلویزیونش کمک کن. و اون ناراحت شده بود، میگه آقا خب شما میگید فلان نه به جمهوری اسلامی، ما هم میگیم نه به جمهوری اسلامی. اصلا کسی هست این روزا بگه آری به جمهوری اسلامی یا آری به هر جمهوری یا پادشاهی دینی مذهبی؟ خب اسرائیل بهترین نمونه شه. ببینید به چه خفت و خاری افتادن. 4 بار توی 2 سال گذشته انتخابات انجام شده، هنوز هیچ کدومشون نمیتونن تعداد آرا رو بیارن تا بتونن دولت تشکیل بدن. تازه دولت هم مؤتلف باد بشه ولی بازم نمیتونن. برای 4مین بار این نتانیاهو، حالا دیگه باز با هم منتظر چی بشه. خب سلام آقای سوربی، خسته نباشید. خیلی ممنون، شما خسته نباشید، متشکرم. بابیلیس، بله بابیلیس درست گفتی، خیلی ممنون. وقت این یه پیام اونجا می نویسه، یه پیام تو پیام شخصی می نویسه، من یک شباد اونجا بخونم یک شباد اینجا بخونم. دلم میخواد یه روزی یه دوربین بذارم اینجا، شما این صفحه ها رو ببینی که چه چیزایی میاد میره، چه خبرایی میشه. مثلا همین عکسی که آقای سعید کاووسی فرستاده من بعدن برای شما میفرستم و شما دقت کن به زمان و ساعت به اصطلاح این عکس، در حین برنامه زنده نشستی اینجا یه چیزی میفرسه، حالا شما منتظری که مثلا آقای کاووسی یه خبری رو بده که فلان برنامه هست این و اون و نشد. Yet it is available. اوکی اینا گفتیم برای این. اوکی آره ما یه چیزی گذاشتیم. دوستان ما 4 تا تلفن داریم،
اگه کس خاص میتونه بخره، دو تا لاجیتک جورنیه، دو تا لاجیتک ریبل، و اینها هیچ سرویسی ندارن، ولی برای چیزش باز کردن شما باید با کمک یوتیوب و وبسایت های دیگه اگه بلد هستین، اگه بلد نیستید گویا 7 دلار تا 10 دلار میگیرن که اینا رو براتون انلاک کنن. من 4 تاشو گفتم اگه کسی خواست 100 دلار تو منطقه ویرجینیا، ولی اگه خواست بیرون از اینجا 100 دلار به اضافه پول پستش میتونم اینا رو بدم بره. تکی میخوام بزنم دونه 30 دلار 35 دلار، ولی 4 تا رو با هم میزنیم. عکسش هم فرستاده بابیلیس، آهان اینه بابیلیس. حالا این همون دستگاهی که من گفتم که باهاش موهاشونو فر میدن. گفتم بهتون خانم ها موجودی هستن بسیار به اصطلاح ناشناخته، یه بار یه دستگاه میگیرن موهاشونو صاف میکنن، یه بار یه دستگاه میگیرن موهاشونو فر میدن و الی آخر. یه مدتی تو ایران رد شده بود، آقایونم موهاشونو فر میدادن، بعد هر کسی هم موشو فر میداد چه بویی میداد. خب بذارید ببینم که خوبه گفتگو را به هفته بعد ما که بینن. بسیار عالی، ولی این توی فیسبوکه. اوکی اینجا هم خوندیم و توی ایمیل نگرفتم خانم محبوبی، ولی خب بذارید همون هفته آینده، یا من اینجا یه لحظه این چیز رو بیارم. بله خب پس دیگه قطع میکنیم. فیسبوک من روشن گذاشتم، فیسبوک رو خاموش میکنیم تا هفته آینده اگر فرصتی شد با خانم شیوا محبوبی باشیم. دلیلی که من از ایشون دعوت کردم اینه که حتما شما دیدین در چند روز گذشته متاسفانه نه اونایی که خبر میگن میشه بهشون اطمینان کنی، نه بین اینایی که اپوزیسیون هستن. ببینید حتی خانم شیوا محبوبی توی ویدیوی انگلیسیش کلمه ترانسفر رو استفاده میکنه، ترانسفر یعنی انتقال، ولی توی ویدیو یا برنامه فارسیشون می‌نویسن زندانیا رو تبعید کردن. اولا دوست گرامی، شما که میدونی یک کسی که زندانی هست اولین جریمش اینه که یعنی اختیار خوابیدن، بیدار شدن، خوردن، شنیدن، گفتن و اینا رو ازش میگیرن، انتخاب کجا زندگی کنه رو ازش میگیرن. همینجا این آقای کامران عطابکی بچهش پسر یک قاضی رو زد، باباش چون رفت خیلی شلوغ کرد و فکر کرد حالا از خانواده عطابکی یک کاری میکنه، پسره رو انداختن یه جایی که چندین ساعت با اینجا فاصله داشت. یکی از دوستان خود ما، بعد زندانای اینجا دو نوعه، یکی زندان ایالتیه، یکی زندان فدرال یا مرکزیه، بستگی به جرمی که شما انجام میدید توی کدوم کاتگوری باشی. شما یه وقت میبینید توی دادگاه فدرال الکساندریا یه جرم فدرالی که انجام دادی اونجا بهت حکم میدن، نگاه میکنن میبینن آقا باید تگزاس بفرستن شما رو، چون اونجا دارن پول میدن جا خالیه میفرستنت اونجا. این انتقال زندانی رو کلمه تبعید استفاده نکنید. من حتی اونایی که میگن خب ما حکومت جمهوری اسلامی که ما رو تبعید کرد اینجا، میگن بابا بگید ما مهاجرت کردیم، ما فرار کردیم، شما تبعید شدیم به کانادای خوش آب و هوا، به نمیدونم کالیفرنیای خوش آب و هوا، بعد شما میگید که اینو منتقل کردن. زندانی که دیگه از خودش اونجا چیزی نداره که نامه نوشته منو بفرستید نزدیک شهر خودم، میگم اوکی باش تو بفرستیم. ولی وقتی اینا رو میفرسن، اگر منتقلشون میکنن شما بگید منتقل کردن، ولی دلیل بیارید. اول از همه شما بگید اصلا این چه زندانیه، این جرمی که انجام داده، اون کسی که اینو زندان کرده بر خلاف قانون و حقوق بشر اینا رو زندانی کرده. شما چون مطلب رو میچرخونی به جای انتقال کلمه تبعید رو استفاده میکنی، اصلا کل ماجرا لوس میشه، یا لوس میشه، بعضی ها لوس هم میگن، همون لوس و نونور خودمون، لوس میشه، اصلا عوض میشه. در هر صورت آقای انصاری که من اسمشون اول اشتباه گفتم، از بس ندیدمت آقای انصاری اسمت یادم رفته، به جای احمد گفتم محمود، احمد علی مسعود انصاری نوشته جناب سوربی سالها در خدمت شاه و دوستان
دیگر عرض در خدمت شما و دوستان دیگر عرض کردم که ایشان علاقه ندارد و وقت خود را بی خود تلف نکنید. در حال حاضر ایشان طوری عمل کرده که دیگر ارزش صحبت هم ندارد. انشالله خداوند ایشان و آنهایی که هنوز کورکورانه از ایشان حمایت میکنند راه به راه راست هدایت فرماید. آقای سلیمیان میگه آقای سربی بخشید ببخشید واکسن زده پول گرفته دولت آمریکا. محمد از ایران اصفهان، من نمیدونم واکسن زده پول گرفته یعنی کی. آقای سربی بذارید ببینم درست ننوشتی آقای سلیمیان. آقای سربی ببخشید یک سال، من اگه از من میپرسید من دوتا واکسن رو زدم و اینجا الان یه وبسایتی هست، شما اسم می‌نویسی همون چیزی رو که شهاب حسینی حالا یا راست یا دروغ بدبخت گفته بود الان اینجوریه، شما اسم می‌نویسی ساعت 4:30 5 که میشه مثلا میگن آقای زمانیان و سربی و سعید اسم نوشتن، این سه نفر رفتن یه جایی ماشینشون خراب شده نرسیدن، ما سه تا واکسن زیاد داریم، شما و شما و شما میتونی بیای. خیلی هم قشنگ منظم. و دیروز اولین سخنرانی آقای جو بایدن گفت که ما فکر کردیم در 100 روز اول حکومت 100 میلیون آمریکایی رو واکسنیزه میکنیم، الان چون به اون گل به اون هدف رسیدیم زودتر از روز موعود قرارمون، الان میخوایم یه گل، یه چلنج، یه هدف بالاتر و والاتری برای خود بذاریم و اون اینه که 200 میلیون رو تو 100 روز اول واکسینه کنیم و به نظر میاد که انجام میشه. مشکل بزرگی که در آمریکا هست اون طرفداران نادان ترامپ هستن که گول حرفای دروغش رو خوردن که این واکسن چینیه، این واکسن مال بیل گیت میخواد نمیدونم تو بدنتون فلان بذاره، ولی خودش هم کووید رو گرفت، هم رفت بهترین داروها رو استفاده کرد، هم جانویه واکسن زده. ولی اینقدر انسان نیست که بیاد به مردمی که طرفدارش بودن بگی من واکسن زدم و شما هم بزنید، دروغگوه دیگه. بمانه اگر قبول نظر مخالف به راستی محترم شمرده می شود و به همین تهمت بزنم و تدین با همه اشکالها و نقشهایی که هست نمی دانم آری به جمهوری اسلامی. آقای شیخی میگه خب شما نظر می پرسی، نظر من اینه که همین به اصطلاح آخونده باشن و سیستم جمهوری اسلامی، ولی شما نگفتی که اینا بهتره یک کمی معتدل بشن، رفراندومی انجام بدن، خودشون رو اصلاح کنن. چند روز پیش داشتم درباره اینترنت و اینها مطالعه میکردم، دیدم یه جایی یه نفر از ایرانیا مسئولا نوشته ما باید اینترنت رو نظارت کنیم، یکی براش نوشته بود خفه شو تو بچه های خودت رو هم نمیدونی شب کجا هستن با کی هستن و الی آخر، و واقعا درست میگه. خب یکیش اون آرش سپانی بچه اون سفیری که اونجا بود. در هر صورت اینم از این و باز هم ممنون و متشکرم. یک سوال، واکسن زده پول گرفته دولت آمریکا مهم. من سوال رو بازم نگاه کردم متوجه نمیشم. سربی عزیزی خیلی ممنون. آقای سبا تبار، دوستان آقای سبا تبارم سالها من ایشون رو از طریق تلویزیون میشناسم، بعدم ویدیو و برنامه خودشون، و انسان شریفی هست. من این افتخار رو داشتم که همسر ایشون خانم ناهید تبار رو هم میشناختم و متاسفانه ایشون فوت شد. و سبا تبار به اصطلاح بعضی ها وقتی که یک عزیزی رو از دست میدن میرن دنبال کار و زندگی، افسرده میشن یا چیز میکنن، ولی ایشون گفت که حالا که من عزیز خودم رو از دست دادم سعی میکنم وقت بیشتری بذارم برای مردم ایران، برای دیگران، حتی برای کاناداییام دیدم خدمت میکنه و اینا. من به نوبه خودم از شما ممنونم. آقای زمانی میگه بابا نه آرش نه ساشا سپانی. حالا چرا من میگم آرش سپانی؟ ما اتفاقا فامیلمون هم هست. این آقای آرش سپانی که گیتار میزنه و تو وایس آف امریکا بود و اینا، ایشون اسمش توی مغز منه. آقا مغز من دیگه پر شده، جا نداره، باید یه خونه تکونی کنم. دیدید کامپیوترتون رو دیفراگ میکنین، بعد یه آپشنی داره دیفراگمنت یا آپشنی دیگه داره دیسک
دیسک کلین کلین دیسک سامتینگ لایک دیس. منم باید یه همچین کاری انجام بدم. در صورت دوستان خیلی خوشحالم و یه بار دیگه میگم اونایی که به اشتباه گفتن که سال 1400 اولین سال قرن هست، نیست عزیز من، سال 1400 آخرین سال قرن 14. حالا ما کاری به هجری و اینا نداریم، چون اصلا کی تونسته فرار حضرت محمد از مدینه رو نمیدونم به مکه وصل کنه به عید نوروز، بعد این سال هجری رو که خیام و دیگران ریاضیدانان زحمت کشیدن منطبق کنه، وصل کنه به اون ماه قمری که خیلی افتضاح هست و هر سال چند روز کم میاری. اون که مسلمه من و شما امروز اینجا هستیم، اون چه مسلمه وقتی شاه هم حتی به تشویق یهودیا و کلیمی های صهیونیست خواستن گولش بزنن و اونم افتاد توی اون به اصطلاح خمره، تاریخ رو که عوض کرد یه دفعه گفت 2500. آخه از کجا آوردی؟ بعد حالا طرف می‌نیسه آقا آیا بهتر نیست بگوییم 2580؟ گفتم آقا شما بنویس 2580، از چند نفر بپرس اصلا نمی‌فهمن این چیه، این کیه، این روز تولد کوروشه، اون موقع تقویم بوده، بیمارستان بوده، تو بیمارستان دنیا اومده یا تو خونه کنار قرآن تاریخش نوشتن یا شناسنامه داشته. این کنار قرآن نوشتن یه آخوند احمقی گفته این کوروش آمد همه جای دنیا رو که گرفت، بعد در خواب دید یه جایی مشهد فلان آوردنش نزدیک مشهد، گفت اینجا کجا؟ گفتن اینجا قبر امام رضاست. ببین یادتونه من چند سال پیشم بهتون گفتم یکی از بهترین برنامه های برنامه بود آقای احمد رضا، یادم رفته، این تو وایس آف امریکا بود، دارابی و اینا هم هستن، اصلا فامیلش اسم اون محله، و تلفن ها رو قبول میکردن، تازه با شور و هیجان تلفن رو از ایران گرفتن. اون سال ماه محرم و عید نوروز افتاده بود توی یه چیز، این هم از اشکالات همین ماه قمری و هجری و اینا که بعض وقتا هم رمزون ماه رمزون میفته تابستون یا تو زمستون. بعد آقای بابا بگید احمد رضا، الان هم فکر کنم با کانال یک برنامه داره، چه عجب نگفتی این سبحانی از اون سبحانی های محله پالده فروشی های شیراز نبود، ای خدا تو رو نکشه که خودم خفت کنم، یه برم که من نمیگم تو میگی. خب این بابا جون مثلا شوهر عمه من فامیلی سبحانی بوده، بعد آقای حسام سبحانی مربی کشتی من بوده، چی بگم، خب وقتی آدم میگه مغزش اینجوری میشه. حالا تو یه روز بی برنامه اجرا کن ببینم اسم خودتم یادت میاد. خلاصه این آقا عرض کردم نقص و مشکل هست و نقص با اشکال باید حتما برطرف بشه. با نظر تایید من خود نظر انتقاد جدی دارم و هرگاه فرصت شود مطرح میکنم. خب بله، همه چی همه وقت احتیاج به اصلاح و تعمیر داره، ولی اون کسی که قبول نکنه که آقا خونه من داره چکه میکنه بارون بعدی میاد رو سر زن بچه‌م، اون احمقه. جمهوری اسلامی دوست عزیز الان خودشون هم به این نتیجه رسیدن، همین امروز که من شما صحبت میکنیم یاد تو چقدر شلوغ کردن، آقا فروختن خلیج فارس رو دادن به چین، نمیدونم اونجا رو دادن به فلان، تازه چین قرارداد 25 ساله برداشته بره ایران با اینا امضا کنه، از طرفی یک نامه و سفارشی هم از طرف بایدن میخواد ببره اونجا. حالا این ایرانی هم دیگه پاشون محکم گذاشتن زمین که نخیر ما ولکن نیستیم. آقا ول کنید، مردم مردن از دست این تحریما، از دست این گرونی ها. در هر صورت اشکال اینه که اینا همون جوری که اون طرف گفت آقا بچه های خودشون نتونستن تربیت کنن، اینا هم به سازمان مجاهدین. چرا بچه آقای غلام ترشیزی نمیره به مجاهدین بپیونده؟ چرا بچه های فیلاوی نمیرن به مجاهدین بپیوندن؟ برای که اینا باور ندارن، نتونستن بچه های خودشون رو تربیت کنن، ولی میان میخوان دیگران رو ترغیب و تربیت کنن که برن کشته بشن. یعنی اینا مثل اون آخونده هستن که چند تا بچه آخوند کشته شد، چند تا آخوند از چند تا مسجد رفتن کشته شدن، ضمن این که بودن بعد یه سری بی پول چیزی رفته بودن، حالا آقای بنی صدر، آقای خامنه ای و رفسنجانی اینا میرفتن چهار تا عکس هم میگرفتن، تپ 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 با هلیکوپتر میرفتن، با هلیکوپتر برمیگشتن، ولی چند تا آخوند کشته شد، چند تا بچه آیت اعظم و فلان کشته شد؟ هیچ. خب آقای سوربی شما واکسن زد دلار دارد با دولت؟ آقا اینجا از واکسن پول نمیگیرن، ناگفته نماند، به ما میگه بیمه دارید، میگیم بله،
میگه درسته که دولت پول نمیگیره، ولی اگر بیمه دارید این یکی از چیزهای بیمه است، پولتون رو از بیمه میگیریم و اون چیزی که شما میخوای بشنوی اینه. من به عنوان یک کسی که آمریکایی هستم اینجا پولی برای واکسن ندادم، ولی باز ایران یه اشتباه بزرگ انجام داد. آقای خامنه‌ای اومد فضولی بیخود در وزارت بهداشت چرا میکنی که آقا نمیدونم واکسن از آمریکا نیاد، از انگلستان نیاد، بعد حالا میخوان بدنش دست شرکت‌های شخصی. دست شرکت شخصی یعنی چی؟ یعنی بیارن هرچی میخوان بفروشن یا بیارن بدن دست شما، شما مجانی بزنید. اگه اونا بیارن بدن دست شما، شما مجانی بزنید، چرا خودتون نمیارید؟ چرا یه پولی هم به اونا بدین؟ خلاصه اونا اونجا خراب کردن، چند هزار نفر تا حالا کشتن دقیقا نمیدونم. ترامپ اینجا خرابکاری کرد، بیش از 500,045,000 نفر تا حالا کشته شدن. شنیدم قرار شده یه پولی به اینا بدن. باز شنیدم قرار بایدن یه پولی که سالهای ساله، نزدیک 70-80 ساله که قراره به سیاه‌پوستا بدن، اونو بدن. بایدن باز به این نتیجه رسیده که آقا با ساعت 7 دلار و نیم 40 ساعت شما کار کنی، حالا تو سرشون بخوره بگو ساعت 10 دلار، 40 ساعت در هفته کار کنی میشه 400 دلار، 4 تا 400 دلار میشه 1600 دلار، یه خونه که میخوای اجاره کنی 2000 دلاره. پس میاد میگه اینایی که بچه دارن بهشون پول بدیم، قراره به هر خانواده 6-7000 دلار بابت بچه ها بهشون بدن، ماهیانه بهشون بدن. اینا کم کم دارن میفهمن که آقا اروپای سوشالیست درست کار کرد. حالا اسمش هر چی میخوای بذاری بذار. اونایی هم که میگن کپیتالیست، باز دیروز آقای رالف نادر یا رالف نیدر گفت که این کپیتالیسم آمریکا کپیتالیسم نیست، این یه چیز من درآوردیه، این کورپریت کپیتالیسمه. بریم بخونید ببینید چه خبر. خب میگه که ماهای قمری بودن، هی قر میده میچرخه. بگه اگه اینطور که میفرمایید حاکمین نظام متوجه شدن که خوبه، امیدوارم بعد از توجه اصلاح کنن. کانادایی ها 156 سال سابقه از ما ایرانی ها با 2500 سال با فرهنگ ترن. عدد انسان نمی سازد، مهم نیست چقدر تاریخ داریم، الان داریم چجوری به دنیای امروز نگاه میکنیم. دمت گرم آقای تبار، سبا تبار، کاملا شما درست میگی و همینه که من این دوستان این فیلم های بفرمایید شامو نگاه کنید، مثل که دیگه قطع شد، حالا به خاطر کووید یا هرچی بوده، ولی اولا ذات خودمون رو ببینیم. یعنی این یه آینه برده گذاشته 4 ایرانی رو میاره به شما نشون میده که ایرانیه برای که به طرف نمره کم بده شام نمیخوره، یا از خونه شام خورده اومده که به این یک افتضاحی، ولی خیلی چیز جالبی هست که بشینید با دقت. من الان بعض وقتا 4 میشینم یه برنامه شو 1, 2, 3, 4 نگاه میکنم. البته اولاشو میشه بزنید برید چون برمیگرده از اول میگه، ولی بازم 3 ساعت و نیم وقت میذارید، ولی خیلی مهمه. یعنی میشناسید جامعه رو که نگاه کن آقای اتفاقا گفت من اولین ارمنی هستم و من نمیخوام وجدانم رو برای 1000 مارک 1000 یورو، من هنوز میگم مارک، 1000 پوند، نمیدونم کجا بود، انگلستان بود، زیر پا بذارم. همون بدتر، وقتی که باید به طرف میداد 8 و 9 بهش داد 2 که خودش برنده بشه. خب سال هخامنشی، سال آریایی. آقا نگاه کن، ما ایرانی ها سر سلام و درود با هم دعوا داریم، سر تاریخ با هم دعوا داریم، سر نژاد آریایی و غیر آریایی با هم دعوا داریم. حالا این 1400 هم اومد که یه چند روز دیگه ای هم ما دعوا داشته باشیم. اینم از گفتم بهتون 2-3 فیلم دیدم. یه فیلم دیگه دیدم از آقای عبدالله موحد که ممنوع الورزش، ممنوع الخروج، و میدونید که ایشون هم دکترا گرفت، فکر کنم ایشون هم تو رشته آموزش پرورش اینا بود، و همینجا تو هرندون یه مغازه‌ای داشت، یکی از خوش انصاف ترین مکانیکای اینجا بود. میدونید رانندای تاکسی ماشینشون بیشتر از همه خراب میشه و اونها بر اساس به اصطلاح قیمت و کار درست بودن طرف میرن اونجا. بیشترین ماشینای دالاس ایرپورت میرفتن پهلو آقای موحد تا موقعی که کار میکرد، بعدم که بازنشسته شد. ولی آقای موحد تو صحبتاشون یه کمی زد و نقیض صحبت کردن. ایشون گفت که من دستم تو مسابقات آسیب دید،
بعد که اومدم ایران با وجودی که نامه دکتر تیم خودمون رو داشتم، نامه دکتر مسابقات رو هم داشتم، منو ممنوع خروج و ممنوع ورزش و اینها. ببینید آقای موحد، خب دیگه روالش اینه، شما ممکنه دکتر تیم خودتون نامه بهتون بده، ولی اون دکتر مسابقات به شما نامه نمیده که آسیب دیدین. اصلا برای اونا مهم نیست، چون مربی و دکتر شما مسئول شما هستن. مربی میگه شما دیگه نمیتونی کشتی بگیری و اینا هم رسمه، طرف نگاه میکنه میبینه مثلا یکی داره خون میاد از صورتش تو بوکس و اینا، یا حوله سفید رو میندازن، یعنی این کشتیگیر من باید بیاد بیرون، نمیتونه، یا اون بوکسور من. من فکر میکنم آقای موحد دو سه تا اشتباه تو این مصاحبه انجام داد که بر اساس سنش، که سنش زیاده، میشه اینو نادیده گرفت. حالا چی بود؟ یکی دیگه از اشتباهاش گفت دیگه من اونجا نتونستم کار کنم و اینها، و بعد حتی میگه که اگه من رفته بودم خمیرگیری وزم بهتر از این بود که استاد دانشگاه باشم و معلم باشم و اینها. بعد میگه انقلاب که شد، آخوندا که اومدن به من نامه نوشتن که بیا، من گفتم بذارید درسمو تموم کنم، داشتم اینجا دکترا میگرفتم. که این گپه، یعنی یه فاصله ای هست که شما که ممنوع خروج بودین چجوری یه دفعه سر از آمریکا درآوردین اونم پی اچ دی بگیرین، بعد جمهوری اسلامی اومد اونجا به شما که اونجا بودین گفتن بیا. بله داداش خود من از شرکت نفت اومد اینجا، بعدن اومدن در خونه گفتن که این مرخصی گرفته رفته، ما گفتیم آقا دیگه فکر نمی‌کنیم برگرده، گفتن که باید خب این پولا رو پس بده، گفتیم کدوم پولا، اگه کار میکرده بهش حقوق دادین، شما که به اینا آموزشی چیزی ندادین، گفتن نه تعهد داره. پدر من گفت که ببینید اینا هر وقت گرفتید پولای منم ازش بگیرید، من 20 سال خرجش دادم پولای منم نداده. ببینید اینو ما میدونیم آقای موحد، ولی شما تو گفتارتون دو سه تا گپ بود، و اینکه معروفه که شما و آقای شمس الدین سید عباسی به عنوان اعتراض به دولت ایران، به حکومت شاه، در مسابقات شرکت نکردید. اینو اگه تاریخشو بگین با اون دستم درد میکنه و اینها، احتمالاً اون کار کردید، بعدن دیدین به اصطلاح اون نتیجه هایی که بهتون میده خوب نیست، یه نامه هم تهیه کردید بردید و اینا، نامه هایی که ما هر کدوم میخواستیم دو روز مرخصی بگیریم میرفتیم یه پولی میدادیم دکتر و اینا. نمیخوام بگم آقای موحد خیلی آدم درستکاری، امیدوارم 120 سالم زنده باشه، اتفاقا چند مدت پیش بنده خدا از نردبون افتاده بود پایین که همه دوستان میگفتن خب آقا شما که اصلا مصاحبه‌رم نگاه کنی ایشون دستاش آرترایتیس داره و اینا، شما که خب سنی ازت گذشته آرترایتیس داره، ولی بچه بابل سره دیگه، همش کاری و اینا، اصلا سیستمشون اینه کار نکنن خسته میشن، برعکس ماها که اگه کار میکنیم خسته میشیم، اینا اینجوری هن. اگه کار نکنن خسته میشن. خب هر وقت بخوان تحت فشار قرار بدن ما را تحریم خواهند کرد، تحریم ها باید بی اثر شود. ببین آقای کامیار شکیبا، من یه مربی داشتم آقای شکیبایی، خیلی خوشتیپ بود اون موقع، مثلا اصلا میگفتن این بهش نمیاد کشتیگیر باشه، مثلا بهش میاد خواننده و هنرپیشه و اینا باشه. نگاه کن عزیز من، اینا تحریم کردن، ایران چی کار کرد؟ سه سال گذشته از اون ماجرا، توی این سه سال هی گفتن آقا به ما اصلا اثر نمیذاره، شما رفتی روغنی رو که خریدی مثلا 10,000 تومان شد 20,000 تومان، باز آخونده گفت به ما اثر نمیذاره. آخونده درست میگفتا، به اون و خانوادش اثر نیذاشت این تحریما، ولی مردم هی رفتن خریدن، هی این یکی هم به اون یکی گرون داد، اون یکی هم به اون گرون داد، به جای اینکه همه بیان تو خیابون بگن ما از کجا بود پنیر گرون شده بود تو اسرائیل، همه اومدن تو خیابون، همه اومدن تو خیابون، نه اینکه تا گرون شد. تو آلمان هم یه ماجرای اینجوری بود که تا گرون بشه برن بیشتر بخرن ذخیره کنن، و اون طرف بگه آقا عجب خوب شد، حالا که برنج گرون کردیم چند تا کیسه بردن، خب بیا روغنم گرون کنیم. نخریدن، اومدن اعتراض کردن. ببین یه جای کار خرابه، کجا من نمیدونم، چون من ترابل شوتینگ یا ایبیابی میکنم برات از مدارای مثلا برقی، ولی یه انقدر وسیله الکترونیکی به من بدی صدای دو تا داداشم میزنم، شاید اونا بلد باشن. اوم متری که اونا استفاده میکنن
اون متر یه ولت و 12 ولت و اینا، من مسخره شو میکنم. اون متری که ما استفاده میکنیم از 380 هست، 11000 ولت و 13000 ولت و 33000 ولت و پلا. ببین اونا باید افراد وارد رو میابردن، مگه خودشون شعار نمیدن و شاور هم فل امر؟ خب یه کسی رو میابردین باش مشاوره میکردین، آقا این امریکا این کار کرده ما چه کار کنیم؟ اونم میگه آقا دست از کمرتون بردارین، شما که میگین ما بمب اتم نمیخوایم، راست میگین یا دروغ میگین؟ به نظر شما آقا شیخ اینا راست میگن یا دروغ میگن؟ به نظر شما آقا شکیبا اینا راست میگن یا دروغ میگن؟ آقای زمانیان شما چی فکر میکنی؟ به نظر من دروغ میگن. اگه نمیخوان از روز اول میگفتن آقا بیا نگاه کن، نمیخوان. میدونی این اینجوری بازی کردن، زیر آبی رفتن، بعد یکی بیاد از داخل خودشون لاپورت بده، گزارش بده، اینا به کی ظلم شده؟ به مردم ظلم شده، به چی بهش میگن؟ به نسلی که قدشون کوتاه میشه، به نسلی که خوراک کمگیرشون میاد، اینجوری شده. حالا یه عده هستن تو این وضع گرونی و اینا، اونا بیشتر بهشون خوش میگذره، ولی اونا هم عده قلیلی هستن، اونا هم اقلیت هستن. در هر صورت اینو باید کارشناس میومد نگاه میکرد. اینا کارشناس رو زدن کنار، این همون اقتصاد مال خرست و این فرنگ رفته ها چیزی نمیدانند و مملکت ما دکتر نمیخواد، مملکت ما جانباز میخواد. آقا جانبازه، همه جانباز الان اومدن شکایت میکنن که به ما نمیرسید. شهیدا خانوادهش اومده که آقا شوهرش شهید شده، شما این زنه رو بهش میگیم برو با یکی دیگه ازدواج کن. خب همین آقای کیه؟ کروبی، که یه عده نادان رفتن دنبالش، کروبی میر حسین. میر حسین باید محاکمه بشه، نخست وزیر بود اون موقع، هم نخست وزیر و رئیس جمهور و اینها مثل الان آفتاب بیار نبودن، یه مقام لفظی نبود، نخست وزیر بود. بعد مردی که میگه من خبر ندارم، ولی الان رئیس جمهور میاد میگه که من خبر نداشتم بنزین گرون شده. دیروز باز دیدم این بیچاره پدر بختیاری، چیه فامیلش، پویا بختیاری، داشت توضیح میداد اینم احساساتی شده، بیاین بزنین بکشین. اونا هم گذاشتن اینا حرفاشونو بزنن، اصلا اونا میگن آقا اینا سوپاپن برای مملکت ما. اتفاقا حالو هم شعراش که میگه ها به منم میگن اینا سوپاپ اطمینان هستن. خب درباره فرخزاد بهتون گفتم، اینکه خیابونا بند میمد، آقا فرخزاد اگه تا هم نبودی، اگه این سوربیرم میبردن اونجا، مردم میشستن نگاه میکردن. حالا اگر یک کسی بیننده زیادتر داشته، من نمیدونم اصلا اون موقع، تا موقعی که ما اومدیم تو آمریکا هم نمیتونستن بگن کدوم برنامه بیننده زیاد داره کدوم کم داره، تشخیص میدادن از اونایی که میخوان تبلیغ بزنن توش. و بعدن یه سیستمی راه افتاد که زنگ میزدن به خونه ها توی ساعت معینی، مثلا میگفتن سعید چه کانالی نگاه میکنی؟ میگفت کانال 7. سوربی چه کانالی نگاه میکنی؟ میگفت کانال 4. بعد مینویش یکی 7 نگاه میکنی، یکی 4، شماره ها رو میدادن. بعدن یه سیستمی اومده، این باکسای کیبل و اینا که اومد تو خونتون، اینترنت که اومده، اینا هر آن میفهمن چی نگاه کردی، چه مدت نگاه کردی و الی آخر، تمام این آمارا هست. ای کاش آقای فرخزاد، آقای پرویز کاردان این روزا به اصطلاح می اومدن ادعا میکردن که پر بیننده هستن، تا فوری شما آمارو بهشون نشون بدی. در هر صورت فرخزاد هر چی بود، هر کی بود، هر کاری کرد رفت. حالا فکر آینده باشید، اینا همه تموم شد. و گفتم بهتون، یه نفر برای من نوشته بود که آقای مصداقی گفته فیلابی پول گرفته، حتی یه کاغذی هم نشون داده که مبلغ 7000 دلار دریافت کرده. منم روی کاغذی نوشتم این مصداقی مبلغ 8000 پشکل دریافت کرده. گفتم این کاغذا که دلیل و سند نمیشه، تازه پول داده باشن. بله ممکنه مجاهدین پول فرستاده باشن برای آقای پرهام، برای آقای حسین پناه، برای آقای فیلابی که آقا برو فلان سالون کرایه کن، آقای امیر آرام و نمیدونم سعید محمدی و فلان خواننده‌رم بیار، سوربی هم که احمق مجانی میاد، پولی لازم نداره. خب اینا خرج دارن، خرجاشون خودشون میدن. از اون برم یه سری دروغ میگن، بله این گل ریزان میکنیم و این گل ریزان ما مردم پول میدن. نه خیر، اصلا از این خبرانی. این که بمب اتم نساختیم درسته، اما توانایی ساخت را آن را ایران دارد و سلطه جهانی آمریکا با همین توانایی مشکل دارد. آقا بذار من یه چی برات بگم، حتی آمریکا نیست که مشکل داره، این اسرائیله که هی چوب میکنه لای چرخ ایران و
و الا آمریکا، هند بمب اتم داره، پاکستان بمب اتم داره، کشورهای دیگه بمب اتم دارن. آمریکا میگه به من چه؟ ولی اسرائیل اونم باز دهنگشادایی مثل آقای احمدی نژاد که میاد میگه به اسرائیل باید از صف، آقا تو نمیتونی از صفحه تابلو خونتون پاکش کنی، میخوای از صفحه روزگار پاکش کنی؟ خب این حرفای، ببخشید اینو میگم، این گندگوزی ها، من امروز با شما دعوام میشه میگم برو، حالا زدی تو گوش من، اگه خونتو آتیش نزدم شما زنگ میزنی پلیس، چهار تا همسایه‌رم شاهد میگیری که سربی گفته من خونتو آتیش زدم، تصادفا فردا شب یه اتفاق میفته خونت آتیش میگیره، خب میان منو میگیرن دیگه. اینا اگه سیاست مدار بودن، اینا اگه عاقل بودن این حرفا رو نمیزدن، این کارا رو نمیکردن. بعد خود شما داری میگی، میگی بمب اتمی نساختیم، ولی تا حدی آخه ببینید اون نیروگاه که نیروگاهیه که اصلا ساختش و اینا دیگه فایده ای نداره، اول برو از وستینگ هاوس بیار، بعدن برو از آلمان بیار، بعدن آلمانیا بیان اونجا. خود من و داداشم چندین بار این نیروگاه بوشهر رفته بودیم اومده بودیم، بعد آلمانیا ول کردن رفتن روسیا بیان. این دیگه سیستم 50 سال پیش به درد الان نمیخوره، حتی گفتن تولیدش اون خرجی که میکنه که برق تولید کنه از تولیدش بیشتره، اونم الانی که آشغال میسوزونن نمیدونم چی تولید میکنن، باد میاد نیرو انرژی تولید میکنن، خورشید نورشو نیروی الکتریسیتی ایجاد میکنن. در صورت بگذاریم، میگن که سدمیر حسین موسوی نخست وزیر ایران در زمان کشتار 65 کشتارهای مخوف مثل فروهرها و دیگران، البته ایشون بعد از تمام شدن دوره وزارت اظهار بی اطلاعی میکرد. یکی از پادشاه ها بوده که وقتی میگیرنش میگه منو چرا اینجوری میگیریم، میگن برای این، میگه من خبر نداشتم، میگه پس جرمش دو برابر میشه. ببینید این میر حسین موسوی اگه میدونسته یه نوع گناه داره، اگه نمیدونسته دو برابر گناه داره، که چرا شما یه جایی باشی ندونی، و اگه این ندونم کاریا بوده شما بعدش هم هیچ وقت نیومدی صحبت کنی، الان هم 7-8 ساله برای خودشون دارن میخورن و میگردن و عکساشون هم نگاه کنید، اگه این ریش و اینا رو کوتاه کنن تمیز کنن از من و شما جوانتر شدن و عمری ازشون نگذشته. بله این آقای چیز یه چیزی نوشته، آقای چیز یه چیزی نوشته، آقای کاووسی یک نوشته ای نوشته بود درباره اینکه رستوران ها و اینا باز شده و حتما مواظب باشید اگه میرید، حتما دست و ایناتون رو بشورید و تمیز کنید و اینها. و بله بذارید من اینو اگه بشه برای دوست خوبمون سعید بفرستم. ببین آقا شما داری برنامه اجرا میکنی، آقای کاووسی یه چنین ویدیویی میفرسته، شما چه کار میکنی؟ و این از این ویدیوی بعدی رو برات میفرستم، اینم این. خب بیا بالاتر، میخوام یه نوشته ای رو که یه نفر رفته بیمارستان و بعد آمده بیرون و اینها، ببخشید رفته رستوران و بعد آمده بیرون، براتون از روی خود نوشته بخونم. انقدر این سعید کاووسی چی میفرسته که آدم نمیدونه کجا پیداش کنه، با وجودی که نوشتم توی پیام‌های سعید کاووسیه ولی نمیتونم پیداش کنم. همینجوری خودم براتون میگم، امیدوارم که این داستان رو به اصطلاح خراب نکرده باشم و تأثیر خودش رو بتونه بذاره اونجوری که باید و شاید. میگه که پزشک هست وشتیانی روی موضوع آها پیداش کرده، میگه که لطفاً خیلی دقت کنید، من یکی از دوستانم توی بیمارستان پزشکه و شدیداً روی این موضوع تاکید کرده، تو رو خدا توی گروه‌های خانوادگی و دوستانتون پخش کنید، شاید فقط یک نفر رو بتونید حداقل نجات بدید. دوستی میگفت به دستشویی رستوران رفتم، دستهامو شستم، در رو با آرنجم گشودم، در سطل توالت رو با پام بلند کردم، شیر آب رو با دستمال کاغذی باز و بسته کردم، دوباره با آرنج در رو باز کرد و خارج شدم. وقتی که به سر میز بازگشتم دیدم همه اونایی که با من بودن شروع کردن به خندیدن، متوجه شدم که شلوارم رو بالا نکشیدم. اینم ماجرای این روزا، وسواس زیاد، واقعا همینجوره. من میرم بنزین بزنم، دستکش میپوشم، اون چیزا رو تمیز میکنم، بعد میام میگم خب حالا این دستکشی به اون دست زده، این به این دست زده، دیگه آدم دیوونه میشه. البته میگن حالا واکسن زدیم یه مدتی بگذره اوضاع بهتر میشه و
بشر به خاطر اینکه فراموشکاره، ممکنه این کووید 19 یا کرونا هم به دست فراموشی بسپاره. ولی اگه برگردید تاریخ رو بخونید، میگن اون اسپانیش ویروس وقتی آمده 100 سال پیش، آخراش مثل ما دوباره هم مردم خسته شدن، وقتی مر میگردن سر کار کشتهای زیادتری میدن، ولی میگن دیگه اینم مثل طوفان. و همینجا دیروز پریروز چندین طوفان اومده، خونه طرف رو اصلا باد برده. چند کجان؟ آلاباما 6-7 نفر کشته شدن. بعد از لحاظ کشتار تفنگ و هفتیر و اینا، یک آقای فکر کنم مسلمون هم هست، احمد اسمشه، رفته توی یک سوپرمارکتی که بیچاره وایساده بودن تو صف که واکسن بزنن، 10 نفر کشته و اینها. بعد میگه 21 سال بعد مردم از 40 ساله ها میمونه. بعد میگه اینا تو مدرسه به خاطر اینکه خارجی بوده، مسلمون بوده، اذیتش میکردن و این از همون قدیم عقده‌ای شده و نمیتونه سوشالایز کنه، یعنی با مردم نمیتونه رفت آمد داشته باشه، تا جایی که بالاخره رفت این کار کرد. آقای اکبری عزیز میگه موحد، سید عباسی و محمد قربانی اعتصاب کردن و محروم شدن، بعد فرح خانم بخشیدشون. آقای قربانی اینجاست، اتفاقا آقای قربانی یه مدت جزء مجاهدین فعالیت میکرد و اینا، ولی اون فعالیتش مثل فیلابی و اینا نیست. و اگر ببینم آقای محمد قربانی رو یه روز ازش میپرسم، اون وقتا مخصوصا ایام عید و اینا میدیدم اینا رو خونه آقای رستگار یا خونه دوستمون آقای رفی، ولی الان اینجوریه. خب رستوران رفتن و شستن دست و فراموشی شلوار. گفتم بهتون یه ویدیویی من دیدم که اون تیمسار آذربرین یه همچیزی صحبت میکرد، میگفت شاه وقتی رفت با اون هواپیمای 757 اگه اشتباه نکنم، که همین هواپیمایی که ترامپ هم داره، 9 تا کانتینر، البته یادتون باشه کانتینرهایی که تو هواپیما استفاده میکنن کوچیکتر از این کانتینرها یا کانکسایی که هست که میبینیم، ولی با همه اینا دروغ شاه وقتی گفت من بیمارم میخوام برم و خسته هستم، از اینجا معلوم میشه که ایشون دست و پاشو بسته بود دیگه. بعد از این بار سوم بود، نه دو بار قبلا فرار کرده بود، بار سوم دیگه گفت تا سه نشه بازی نشه. قرن 13 هم آخرین سال 1400، بله آخرین سالش میشه، ببخشید قرن 14 هم آخرین سالش اینه. موحد از تختی گفت، بله درباره این خودکشی اینها هم موحد صحبت میکنه و میگه من با موحد با تختی رفت آمد داشتم. میگه شاه اگه دیوونه بود تختی رو میکشت. آقا بود، شاه دیوونه نبود، یه بچه ای رو که یه کتاب میخون میگرفت، این بچه میرفت وقتی میمد بیرون میشد یک نمیدونم تروریست. شاه دیوونه بود آقای موحد، ولی آقای موحد میگه شاه باید دیوانه میبود تا این کار رو میکرد، چون تختی با این خانم که ازدواج کرده بود، با خواهرش و مادرش و اینا اختلاف هم، خواهر شوهر مادر شوهر، بعد میگه نتونست هندل کنه، به اصطلاح خودکشی کرد. آقای موحد باور داره که تختی خودکشی کرده، ولی چرا وقتی یکی خودکشی میکنه اون افسرها و اینا میرن اونجا، اونم خب میتونن به چیز بزنن، به اینکه معروف بوده ایشون، ولی آقای موحد باز تو اون مصاحبه میگه که خودش رفته با اون پزشک قانونی صحبت کرده و پزشک قانونی گفته هیچ علامتی نیست که کشنده باشنش. آقا این روسا این دوا رو میدن طرفو میکشن، اگه اینجوری باشه قول نه اون پزشک قانونی بگه این پوتین هم خیلی پسر خوبیه. و اما میگه سوربی، این واکسنی که ما زدیم برای حدود یک سال مقاومت بدن را در برابر ویروس کرونا بالا میبره، بعد از یک سال چی؟ خدا پدر میاد شما میگی یک سال، میگن 3-4 ماه. همین آقای بایدن اتفاقا گفت که ممکنه ما اونایی رو که 30-40% که میگن ما نمیخوایم نمیزنیم، اینا میخوان نمیدونن برنج بکنن توی آسینمون، برنجر گزارش بده به بیل گیت، گو ممکنه واکسن اونا رو بزنیم 3-4 ماه دیگه به اینایی که یکی دو بار زدن، 3-4 ماه. ولی میگن وقتی که 3-4 ماه همه مسئول باشن خود این از بین میره و اینم میشه مثل فلو، یه راهی برای پول درآوردن و میرن دنبالش. این آقای موحد از تختی گفت، تختی مرد سیاست نبود اما مرد بود. بعدم ایشون میگه شاه مگه دیوونه بود که تختی رو بکشه. بله یه جایی هیتلر به خاطر رضا شاه به یهودیان ایران کاری نداشتن،
من یه دوست یهودی دارم، با ایشون صحبت میکردم و ایشون بحثمون رسید به این که به یهودیان ایران هیتلر کاری نداشت. گفتم شما از کجا میدونی اگه به اونجا رسیده بود؟ گفت نه، اصلا به ایران کاری نداشت، که همون ماجرای عوض کردن اسم پرژیا به ایران، نامه هیتلر به رضا شاه که اون نامه رو قاب گرفته بود افتخار میکرد، بعد حالا کجا رفت و اینا بماند. ولی یه چیزی از کلمه ها یاد گرفتم، یک کلمه ای دارن به نام رونما دادن. گفتم یعنی چی؟ گفت کلمه ها وقتی یه چیزی رو میخوان بهت نشون بدن، تا پول ندی بهت نشون نمیدن، حتی برای خواستگاری دختر و اینا وقتی میری ازت پول میگیرن. گفتیم اوکی. خب هتل اوین در قسمت پیام آقای بهمن احمدیان، بریم سراغ آقای بهمن احمدیان و این هتل اوین رو من بهتون نشون بدم. و این جالب دوستان که خود تلویزیون ایران میگه این اوین انقدر، بذاری من این ببینم، پس من چون جواب با ایمیل مسیج شما در عرض را مد مفتن کنیم، اوکی alright. اینم از این، اینم از این. Perfect. I can go pick up tomorrow. اینم بذاریم اینجا. خب برای این حالا آقای بهمن احمدیان رو پیدا کردم. اگه یادتون باشه آقای بهمن احمدیان طرفدار ترامپ بود، طرفدار ریپابلیکنای تندرو بود و برای من خیلی جالب بود که ایشون همزمان میگفت من طرفدار مصدق هستم، اصلا نمیخوند به هم دیگه. و ببینیم حالا من توی پیام ایشون ببینم اونو میتونم براتون پیدا کنم که خانمه میگه آها، کشف فوق لاکچری. میدونید که این کلمه لاکچری رو تو ایران از من و شما بیشتر استفاده میکنه. من و شما اینجا میگیم سوپر دوپر، ولی اونا میگن لاکچریه و خیلی کلمات انگلیسی استفاده میکنن. من فکر میکنم بعضی وقتا آدم بره اونجا یه کمی یاد بگیره. ببینم حالا کشف، بله اینجاست، جلوی میکروفون، میکروفون رو بزنم اون ور، این رو استاب کنم و برای شما هم نشون بدم با کامرای دو سلکت ایریا، اینجا به اینجا، این کامرای دو مال شماست. سب کنید الان میاد آرش ماست، با دقت گوش کنید. این خبرم زندانی رو براتون معرفی بکنم با زندگی لوکس و لاکچری که توی این زندان از محکومین به گرمی استقبال میشه. جزئیاتی عجیب از اتاقهای وی آی پی توی زندان اوین، از فرش 1400 شانه تا یخچال خارجی و توالت اشرافی. به نوشته روزنامه شرق، بازداشتگاه اوین به خاطر شرایط متفاوتی که با دیگر زندان‌های کشور داره به هتل اوین مشهور شده. خبرنگار این روزنامه هم به سراغ بند زندانیان مالی رفته و مشاهداتش رو اینطوری روایت میکنه. اتاق‌های با فرش‌های 1400 شانل، سی‌دی‌های بزرگ، یخچال‌های خارجی مجهز به دستگاه بخور، بندهای با آشپزخانه صنعتی و آب میوه‌گیری‌های صنعتی و لباس‌شویی اختصاصی و حتی توالت‌های اختصاصی نمونه‌هایی از امکاناتی هستند که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار داده شده. بر اساس این گزارش 45 میلیون تومان خرج ماهیانه یک اتاق VIP توی زندان اوینه. قطعا نمیدونستین هیچ کدومتون. واقعا این سوال توی ذهن من الان ایجاد شده که زندانهای مالی چطور توی این زندان میتونن هر چیزی رو که بخوان براشون مهیا بشه. واقعا چرا سازمان زندان ها چنین امکاناتی رو در اختیارشون قرار میده این افرادی؟ بله این سوال خوبیه. ببینید دوستان، اینا همون اولی که اومدن گویا هویدا رو که میکنن زندان، هویدا میگه اینجا جای من تنگه و اگه میشه یه تلویزیون به من بدید و اینها. بعد شنیدم خلخالی بهش گفته این همون زندانایی که شما خودتون ساختید. هویدا هم مزه میپرونه، میگه که پس شما سعی کنید یه زندانایی بسازین که بعدن خودتون توش به اصطلاح آسایش داشته باشید. ببین دوست عزیز، اتفاقا خوشم میاد که آقای شیخی میگه که بله، تعداد آرا به خصوص نظرات امام جمعه ها و بعضی مراکز قدرت و بعضی شخصیت ها نباید در سیاست خارجی اعمال نظر کنه. آقا
این ظریف یه حرفی زده بود، نمیدونم کی، گفته بود که آمریکا میتونه ما رو بیاد بزنه فلان نه، ولی ما ایستادگی میکنیم فلان نه، همه بهش حمله کردن، از جمله آقای خامنه ای. گفت آقا تو نمیدونی ما چی داریم، بی برو نگاه کنه فلان. بعد نمیدونم یکی از چیزای سپاه بهش گفته بود بیا بازدید کن و بفهمی چی داریم، بعدن حرف بزن. اجازه بدین من تشکر کنم باز از آقای زمانیان، حالا که تو این قسمت پیام ها هستیم بریم چند تا پیام آقای زمانیان گذاشتن در رابطه با صحبت های قبلی من راجع به چهارشنبه سوری و اینکه چرا ما ایرانی ها صرفا به این دلیل که این یه سنت ها رو نباید از بین ببریم فلان، بیایم گدا بودن و گدایی و اینا رو جشن بگیریم و الی آخر. اجازه بدید من اینجا اینو براتون بذارم که شما هم بیننده برنامه سربی با مردم باشید، اینو میتونید برای دوستانتون بفرستید. اتفاقا همین هم که برای شما میذارم آقای زمانیان لطف کرده، بشنوید دو سه دقیقه ایشون صحبت کرده ولی به عمق فاجعه پی میبرید. چون کارم تابلوه، این بیچاره مغازه داره از ساعت 5 غروب، ببخشید اولیش این یکی بود، من دومیش روشن کردم. سلام آقای سوربی، من دیروز برنامه‌تون رو نگاه کردم در ارتباط با چهارشنبه سوری و این چهارشنبه سوری خیلی عجیب غریبه که من چون کارم تابلو و این چیزاست، بعد بیچاره مغازه داره از ساعت 5 غروب دیگه کرکره رو میکشن پایین، نمیرن خونه هاشون، از ترسشون میمونن دم مغازه، بعد که مغازهشون رو آتیش نزنن یا اینکه مثلا فرض کن براشون حادثه رخ نده، کرکرهشون نمیم چادرشون یه چنین چیزای چادر مغازه. موقعی که کار میکردم یه 3-4 سال پیش، هنوزم بعضی ها که نمیدونم من کار نمیکنم، روز بعد چهارشنبه سوری حدود 20 نفر زنگ میزنن به من تنها، یالا کسای سر ایران رو بگذاریم، یکی تابلوش سوخته، یکی شیشه شکسته چون روش نوشته بوده یعنی باز نیاز داره، یکی چادرش سوزوندن. بعد اون موقع یه دونه زن مثلا زنی که تو خیابون آبره، اگر ساعت 5 غروب اون اگر ساعت 5 غروب چون قطع میشه مجبورم تیکه تیکه چیز کنم معلومه کجا چیز، 5 غروب را بره توی خیابون و کسی باش نباشه، اصلا من فکر نمی کنم که اونو بذارن سالم به جای برسه، یه پناهگاه حتی، چون انقدر جلوش ترقه و عقبش ترقه میندازن که اصلا امکان داره بخوره به خودش. حالا این چه چیزیه من نمیدونم، حتی یه بارم زدن شیشه ماشین من رو شکوندن، بعد دیگه حالا شما دیروز خیلی قشنگ، یعنی من دیشب برنامه نگاه کردم خیلی قشنگ شما گفتید، اصلا برنامه حرف نداره، بعد شما قشنگ توضیح دادید که اینا چه رسم بدیه. به کارگرا گفتم چرا، زنگ زدم گفتم چرا کار نمیکنه، گفت آقا اینجا اصلا نمیشه. من خودم باور نمیکردم، رفتم اونجا دیدم که تمام اون خیابون رو دود برداشته از بس کی ترقای میزدن، که همه امسال آقای سوربی من خونم رو طبقه 4م میشه 5م، یکیش پارکینگه، جوری ترقه میزدن سنگش میخورد به شیشه های خونه ما، یعنی تون ترقه ها سنگه میزنن، دو تا سنگش خورد به شیشه های خونه ما توی دو تا فاصله. شاه هم آقای سوربی، من که خب یه مقداری سنم پایین تر بود، اون هویدا به جایی که به کشور برسه با حالا هایده و اینا رو نشون میداد، اینا که تخت بطه روشن کردن از روی بطه میپرن و فلان و اینا،
اینا یه رسماییه که عجیب غریب مونده و گفتم که ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه سوری تا ساعت 11-12 تا 1 هیچ مغازه کاسب نیست، همه کرکرهاشون پایینه. این حالا این چه رسم آشغالیه معلوم نیستش. بسیار ممنون، ممنونم از شما و اجازه بدید که یک کتابی یکی از دوستان دیروز برای من لطف کرد، از آلمان فرستاد و من این رو بذار بینم، آقای بهرامی یکی دو بار تماس گرفتن، من اون موقع برنامه داشتم، You're receiving this برای COVID-19 schedule. ببین داره برای من نامه میاد که اس نوشتی، چون دو سه جا اس نوشتیم، یکی فیرفکس کانتی یکی ویرجینیا، میگه نوبتت شده، اگه میای بیا، اگه نمیای اینو جواب ندی ما نوبته رو میدیم به یکی دیگه. اینجوری درست میشه. خب آقای فیروز روشن، ایشون از فیروز روشن، بله اجازه بدین، کتاب ایشون هم اینجاست به شما نشون بدم. البته من از ایشون پرسیدم این کتاب رو برای من فرستادید با آنلاین پی دی اف، این برای همه است، ما آدرس ندیم کتاباتونو مجانی بدیم بره بعدا، جوابی دیگه نگرفتم از ایشون. اتفاقا میخواستم اینو نشون ندم تا برنامه بعدی، ولی گفتم چون به ایشون قول دادم من این رو فعلا نشون بدم. اسم کتابشون این، میدونید پشت صفحه آخرشو صفحه اولشه، نگاهی به بستر فرهنگی انقلاب ایران و پیامدهای آن در منطقه و جهان. درباره نویسنده هم نوشتن که فیروز روشن، اجازه بدید من اینو اینجوری بهتر چیز کنم براتون بخونم، بله فیروز روشن در سال 1326 فکر کنم یا 36 در ایران عصر شیرین متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در دبیرستان رازی کرمانشاه و گذراندن خدمت نظام وظیفه در سپاه دانش برای ادامه تحصیل عازم آلمان شد. تحصیلات وی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای علوم طبیعی، علوم زمینشناسی فوق تخصص پیرامون محیط زیست است. وی با توجه به تجربه فعالیت‌های سیاسی دوران دانشجویی در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی اتحادیه ملی، از همزمان با تحصیلات خود در دانشگاه گوپنتگ یا گونتگ نمیدونم آلمان، در صورت دهه 1970 میلادی اوضاع سیاسی کشور را در متن تحولات و منطقه و جهان رصد و نتیجه تجربیات و دیدگاه سیاسی خود را در قالب این جستار برای نسل‌های دانش‌پژوه پس از انقلاب ارائه کرده است. هدف از این رهگیری، پیگیری علت پدید آمدن یک انقلاب اجتماعی سیاسی در پیکر جامعه‌ای خسته از فشار بیگانه و خواهان بازگشت به اصالت تاریخی، فرهنگی و استقلال سیاسی است. من از ایشون پرسیدم، این کتابو ایشون لطف کرد برای من گفت که چون نشرش تو ایران بوده و چند نسخه براشون فرستادن و اونا رو دادن به دوستانی که اونجا هستن، گفتن که من برات پی دی اف میفرستم. بعد من از ایشون پرسیدم حالا من این پی دی اف رو در اختیار بیننده هام قرار بدم یا نه، جوابی دیگه نیومد و بعدن با ایشون یک صحبتی خواهیم داشت. یه نوشته ای را من برای شما میخونم که به نظر من این جالبه. این رو دوستمون آقای جعفری نوشته بود، ولی در رابطه با یعنی اینو محمد جواد اکبرین نوشته که نمیشود در حالی که در صحرای کربلا سرگردانیم خواستار مدرنیته باشیم. من فکر کردم نوشته خواستار مدینه باشیم. دوباره میخونم، نمیشود در حالی که در صحرای کربلا سرگردانیم خواستار مدرنیته باشیم. ما بین تفکر سنتی و مدرنیته گرفتاریم. در زمان محمد رضا شاه تمام دخترایی که موهای خود را مدل گوشی میکردن یک مرتبه سال 57 طرفدار فاطمه زهرا شدند. چقدر
پدر و مادرها دخترانشان را دعوت میکردن که ذلیل مرده اینقدر دامن کوتاه نپوش، تو محل آبرو دارم. کسی گوش نمیکرد. از روزی که رضا شاه چادر به زور از سر زن ایرانی برداشت 40 سال گذشته بود. دیگر مدل کیف و کفش و مو و دامن و لباس ماکسی از ایران بود که به اروپا صادر میشد. چه قدرتی لچک و چادر را دوباره سر زن ایرانی کرد؟ کسی نفهمید. اما یک چیز مشخص بود، در زمان شاه دختر ایرانی مینجو پوش بود اما تفکرش در زیر چادر پنهان. این جمله رو این بیچاره خانم هنرپیشه کیه بهاره یکم هم توپله، این گفته بود دخترای ایرانی همه این چیچی جولیان جولی جولی چیچی هم، ولی از لحاظ فکری لور، آقا لورا بهش حمله که فلان، بعد بعد 10 بار غلط کردم گفت و آخرم یه جمله ای رو به لوری گفت و اینها و گذشت رو. ولی ببینید این موضوع خیلی قشنگه، میگه که چه کسی دوباره سرزن ایرانی چادر لچک کرد نمیدونم، اما یک چیز مشخص بود، در زمان شاه دختر ایرانی مینیژو پوش بود اما تفکرش در زیر چادر پنهان. موی پسر ایرانی بیتلی بود اما مغز او در انتظار قیمه امام حسین و سینزنی عاشورا بود. نه رضا شاه این مردم را شناخته بود نه پسر سوئیسیش. خیلی جالبه، این شاه 3-4 سال رفته سوئیس، من نمیدونم چرا ایرانی ها میگن این سوئیسیه. آقا یه پسری رفته یه مدرسه با یه مشت خارجی دیگه، اونجا شبانه روزی بوده، من نمیفهمم این کجاش سوئیسی شده. یه احمقی مثل سوربی 36 سال تو آمریکا هنوز بلد نیست 2 جمله انگلیسی حرف بزنه. هی شما آمریکایی و انگلیسی و آلمانی و سوئیسی نکنید. نه رضا شاه، ولی اینی که شما میگی درست میگی که نه رضا شاه مردمش رو شناخت و نه شاه مردمش رو شناخت، چون اینها نه از مردم بودن و نه با مردم بودن. اشکال اینجاست، همین آخونده الان مردم شناختن، آمدن انقلابی کردی آقا برنده شدی پیروز شدی، بدبخت این چه ذلتیه، این چه خفتیه به سر خودت میاری، حتی دوستای قدیمتون هم دیگر رو قبول نداری. یه آقای هست الان نابینا شده، مهندس میساقی که فامیلیش، و این میگه هم دورای زندانیه، من بعدا شدن زندانبان، من اومدم شدم زندانی اونها، و طرف عمو لاجوردی بوده که بوده، میگه من گفتی عمودی آمدی، ایشون نوشته میگه تو برنامه‌اش قائم آمدی افقی میری بیرون، یعنی میکشیمت. خب اینه دیگه ایران. حالا شما برو پرش بخر، برو تو نمیدونم خیابونای دسفور خاک را بنداز، بعد زنه هم میاد بیرون به لوری فوشت میده، میگه این مادر قهوه کیه که اینجا خاک میکنه، میگن چی نگو این بچه شاهه. رضا پهلوی با پرش رفته بوده اونجا دور میزده، اصلا بگو این سنش برای اون ماشین روندن اینا بوده، 15-16 سالش بوده، چرا ماشین ورشن بردن اونجا دسفول و فلان اینها. کلن خراب بود، خراب بود، الان خرابتر شده. هر کی میگه خرابتر نیست بهتر شده بیاد با من صحبت کنه. همونجوری که ما 4 سال زبونمون مو در آورد و هیچ کدوم از طرفداران ترامپ نتونستن بیان، از همین آقای احمدیان گرفته، بهمن احمدیان گرفته تا دیگران، اونایی هم که طرفدار جمهوری اسلامی هن کم میارن حقیقتا، جای دفاع نیذاشته. کی نیذاشته آقا؟ همین خود آخوندا، همین خود مسئولین. اون آخوندی که میاد میگه کوروش نمیدونم رفت مشهد گفت اینجا چه خبره، گفتن اینجا قبر امام هشتمه. آخه این 1300 ساله، اون 2500 ساله. بله، موی پسر ایرانی بیتلی و فلان اینا، پسر سوئیس رفتش هم نه، تفکر مردم ایران در 1400 سال گذشته هیچ تغییری نکرده بود. پسر دکترای فیزیک اتمی از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفته بود اما برای ازدواج استخاره میکرد. این روح الله زم احمق میگن خیلی به سرنوشت و به فالگیری و به استخاره باور داشته. وقتی مامورای فرانسوی بهش میگن نه رو این کاری که تو داری میکنی، داری میری توی دام، میگه استخاره اون زنه هست شیرین فلان که اون بهش پول نشون داده و 5000 دلار بهش داده و فلان، نه اون میگه استخاره کردم خوب اومده، از اونم دیگه خبری نیست. لطف الله میسمی نابینا شده، آقا تو همه اینا رو میشناسی؟ بله، من واسقی گفتم یا میساقی، اینا انقدر
اینجا هست قاطی کردم. اون خانمی که اسمش گفتم بهاره رهنما بود، این یکی شما درست میگی. دوستان برید ویدیوی لطف الله میسمی رو ببینید که این از موقعی که قبل از دوره انقلاب زندانی بوده و بعد مهندس شرکت نفت بوده و بعد آمریکا میمده و میرفته و اینا، بعدم تو دوره بعد انقلابی‌ها زندانش میکنن، ببینید این چی میگه، چه صحبتایی داره و اتفاقا راجع به مجاهدین هم صحبت میکنه. میگه من به مسعود رجبی گفتم این کاری که شما دارید میکنید بردگیری جدیده و اینا گوش نده. آقای اکبری شما گفتید که موحد و محمد قربانی و چیز این کاری کردن، فرح بخشیدشون. فرح این مال بواش بود که ببخشه، فرح چه کاره ورزش بود که ببخشه؟ تازه اگر داداش شاه هم یک کاره ورزش بود، مگه ما تربیت بدنی نداشتیم؟ نمیدونم تربیت بدنی اون موقع وزیر وزارت نبود اگه اشتباه نکنم، حالا آقای فیلابی شده وزیر تربیت بدنی مجاهدین، ولی روشون نمیاد کلمه مجاهدین رو بگن، میگن مقاومت ملی و فلان که هیچ کم نیست، فقط خودشون 4 تا 5 تا مجاهدین مونده. اینه اتفاقا شما تا میگی فرح خانم بخشیدشون، یه سوال دیگه میاد بالا، فرح چه کاره بوده که ببخشتش؟ غلط کرد بخشیدشون؟ ورزشکاری که رفته اونجا این چه کاره بوده که ببخشتشون؟ باید یه سلسله مراتبی رو تو دادگاه یا تو اون کمیته یا تو هر چیز ورزشی بوده طی کنه، ببینن اینا خطا کردن یا اینا درست میگن. خب لطف الله میسمی نابینا شده. آقای زمانیان اگه بتونی اون لینک، یا پیدا میکنن خود دوستان لینک مصاحبه این آقای میسمی رو بذارید، به نظر من خیلی جالب میشه. بله ببینید الان برای من فیرفکس کانتی هم باز ریمایندر فرستاده که چون اینجا اسم نوشتی بیا. فیرفکس کانتی قبول نکرد که توی سیستم ویرجینیا باشه و الان متاسفانه میگه که ما افرادی که در این منطقه داریم بیشترشون میخوان واکسن بزنن، و شما واکسن ها رو فرستادید یه کانتی های دیگه که نمیخوان واکسن بزنن و میمونه خراب میشه، اینا رو بفرستین، که اینم از اشکالات همین خودمختاری و اینا هست. وقتی شما دنبال خودمختاری هستی، دنبال فدرالیزم هستی، یه اشکالات اینجوری هم به وجود میاره. خب چهارشنبه سوری و پیام های آقای فرهاد زمانیان، نگاهی به بستر یا بستر فرهنگی انقلاب ایران از آقای فیروز روشن رو دیدیم. کتاب هادی خورسندی رو دارم میخونم، باز تشکر میکنم از آقای مانی خورسندی. این کتاب رو وقتی ما اینجوری نشون میدیم باید یه کاری بکنم که پشتش سبز نشون بده. چه کار کنم؟ مثلا اینجوری میتونم؟ نه بازم از عبور میکنم، درست شده همه کارتام هم ریخت. تفریح المسائل، اتفاقا دیدم آقای هادی خورسندی توی وایس اف امریکا هم اومده بود صحبت میکرد، توضیح المسائل خمینی، از توضیح المسائل خمینی تا تفریح المسائل آقای هادی خورسندی. وقتی سال نو رو به آقای خورسندی تبریک گفتم، مانی نوشت که امیدوارم سال خوبی باشه با خورسندی. خیلی معنی قشنگی میده، هم یعنی با خانواده خورسندی، همین که با شادی و شادمانی. این تلفنایی که میزنن یا کامپیوتر شما یه دفعه صفحه رو باز میکنی بهت میگه ویروس اومده باید پول بدی و اینها، یه خانم 83 ساله ای داشته کار میکرده، یکی از این صفحه ها میاد که ویروس اومده باید زنگ بزنی به این شماره و اینها. زنگ میزنه به شماره، احتمالا هم هندیان بیشتر بودن، میگن باید این پول بریزی، میگی که اوکی صبر کنید، قطع میکنه. به نوش زنگ میزنه، نوش 22 سالش بوده، میگه مادر بزرگ دست به هیچی نزن، من دارم میام. نوه اونا رو پشت تلفن یه جوری گیر میندازه که اوکی حالا ما اینجا هستیم و بلد نیستیم و چی کار کنیم، و اینو بده من بیام تو کامپیوتر تو، این بیاد تو کامپیوتر اون. این میره سیستمای اونا رو خراب میکنه و میگفتن حالا اونا دنبال این هستن. خلاصه باید مواظب باشین، ولی بهترین کار اینه که هول نشین، اصلا هول نشین، پول ایناتون رو ندین به این و اون تا ببینید چی میشه. کتاب هادی خورسندی تفریح المسائل. و دوستان حتما دو سه روز گذشته ماجرای سد جدیدی که در افغانستان به اصطلاح افتتاح شد و این ماجرای رودهن، رودهن چیه که میگن زمان رضا شاه
خیلی این خانواده های پهلوی اون وقتا بود، میگفت مادرش خان کرم بود، بداد از چپ بود از پس و پیش، اینا اون رودخونه رو داده که سیستان و بلوچستان رو چیز میکنه، پسرش بحرین رو داده، همش اهل دادن بودن و برعکس این آخونده همش اهل گرفتنن. دوتاش غلطه، باید بدو بسون بلد باشه. در صورت این صد که گذاشتن باز کرد، آقای همیشتی غنی گفت که ما دیگه آب مجانی به ایران نمیدیم. البته گفتن این کار ساده ای نیست، اینا قرارداد دارن. بعد گفت که ما آب میدیم به شرطی که اونا به ما در مقابلش نفت بدن. من فوری یاد این بازی افتادم، حتما شما یادتونه، نون بیار کباب ببر. البته اون نون بیار کباب ببر میزدن پشت دستمون کباب میشد، ولی اون میگه نون بیار من کباب بذارم ببر، یعنی دوتا شما میبری، ولی اینا هم هست که میگه اول تو اینو بده تا من آب بهت بدم یا نفت بده. در صورت اینم یک برنامه جدیدی. یک بار دیگه از شما میپرسم، این ماجرای تابلو نه به جمهوری اسلامی، بذارید من اینجا، امروزم خیلی عکس داشتم، نمیرسیم آقا، از بس خودم زیاد حرف میزنم نمیرسیم به این که با شما صحبتی داشته باشیم. این تابلو که آقای فرزاد نیساری و یکی دیگه از دوستان آقای خدابنده گفت اینا اینقدر چیپن، تابلوه رو یکم درست نکردن، اینا بالاتر باشه، دستی مثل دست باشه، این چیه، مثل علامت نقشه فلوریدا. بعد نوشتن نه به جمهوری اسلامی. ولی اون چه مهمه، الان خیلی ها اکسایدد شدن، هیجان زده شدن که دیگه این بار آقا دیگه رود هیرمند، ببخشید رود هند، خدا بیامرزه، من با آقای محمد باقر سوربی پسرخاله پسردایی بابام میرفتیم با روزای جمعه و چیز که تعطیل بود، اونا شرکت نفتی بودن، دو روز تعطیل بود، میرفتیم آبلی، رودهن، اینا. منم از تهران این دو سه جا رو یاد گرفتم. رود هیرمند، رودخانه هیرمند، ماجراش چی بوده، اینو از کسی خواست در پیام‌هایی که مثل آقای زمانیان از طریق فیسبوک میتونید بذارید. آقای اکبری این کار رو به نحوه احسن انجام دادن، ازشون تشکر میکنم و میتونید به اصطلاح پیام بدید، نظر بدید، همینجور که نظر ایشون رو درباره چهارشنبه سوری که نظر نبود، حقیقتی رو داره میگه، حقیقتی دردناک، این رو که خود ایرانی کاری میکنه که بازار تعطیل بشه، خیابونات ناهم بشه، بعد یه عده چند نفر امسال مردن، چند نفر زخمی شدن، بعد یه عده میان میگن آقا این سنته. یک شخصی به نام آقای حمید رضایی که یه هنرمند خیلی معروفی هست، این رو من باهاش دیروز یک کلکلی داشتم و یک ویدیویی پر کرده بودن اینها، میخواستم بهتون نشون بدم، ولی بذارید این ایام عید و اینا بگذره، این دوستان هنرمند فعلا مشغول هستن، ولی یه ویدیوی خیلی راحتی رو درست کرده بودن توی مجلس خصوصی و معلومه وقتی کاری قشنگ هست به دل می نشینه. در صورت آقای حمید رضایی از شما ممنون و متشکریم، امیدواریم که همیشه پیام‌آور شادی و نشاط باشید. و اما دو سه تا عکس دارم اینجا بذارم بهتون نشون بدم. آها، همین امروز این نماینده آتلانتا جورجیا رو پلیس آمد گرفت، کتبسته، اون وقتا برای کفتر این استفاده میکردن، کتبسته گرفتن بردن. البته اینجا بردن پلیس و آوردن و بعد اومدن بیرون، بعضی وقتا درست مثل ایرانی ها که میشه سابقه کاریشون، اینا میشه سابقه کار و کردیتشون. دلیلش اینه که توی آتلانتا یه قانونی رو گذاروندن که رای دادن برای سیاه پوستا، برای اقلیت، مشکل تر از اینی که هست میشه، و اینم از همین نابکاری مثل ترامپ و اینها شکل گرفته و داره بیشتر و بیشتر میشه، مگر اینکه بایدن و اینها به موقع بتونن اقدام کنن که این کارا انجام نگیره، و الا اینا میگن که همه کس نباید رای بدن، فقط اونایی که با ما موافقن بیان رای بدن. دوستان عزیز، یک بار دیگه سال 1400 رو بهتون تبریک میگم، این بهار امیدوارم بهار شادی و شادمانی و سلامت و پیروزی باشه. امروز برنامه آقای حسن ارشاد رو هم به اصطلاح داریم براتون پخش میکنم، ضمناً با یک پناهجو هم صحبت کرده بودم مدت ها پیش، و از این هفته ویدیو ایشون رو هم در
به اصطلاح برنامه ها خواهید دید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اون قسمت حمایتش متاسفانه مدت ها هست، نمیدونم چرا حمایت کم شده، ولی جا داره که از خانم ماندنا تشکر کنم، از پتیک عزیز تشکر کنم. پتیک که ما هر وقت دست نیاز برای هر چیزی بلند کردیم، ایشون بلا فاصله گفت برستم خونه چک میفرستم، و اینقدر اون تون چک میفرسته که ما به اصطلاح وقت دیپازیت کردن پیدا نکردیم. اگه یادتون باشه اون خانم نابینایی بود که گفتم اگه بشه کمک کنیم پول جمع کنیم، و ایشون لطف کرد. و امیدوارم که این ماجرای اسید پاشی و اینها، این وحشیگری ها در ایران به پایان برسه، و اون هم دولت میتونه آموزش بده دوستان، به جای اینکه هر شب این برنامه‌های افتضاح با پای چپ برین تو توالت یا با پای راست برین، اینو بیاد به مردم بگه چجوری رانندگی کنید. الان این لات و لوت بازی و شعبون بیمخ بودن و اینا توی ایران خیلی راه افتاده. اون لوس بازی های بچه سوسولای پولدار و اینها خیلی راه افتاده. اینا رو دولت میتونه تقبیح کنه، یعنی به مردم بگه، خود به خود وقتی یه چیزی رو بگی بده مردم کمتر انجام میدن، ولی چون بچه های خودشون هستن، هم این ور تو لاتولوتا، همون ور تو سوسولا و پولارا، اینا نمیتونن بگن. دوستان عزیز ممنونم که با تلویزیون مردم بودید، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم، روز و روزگار بر شما خوش. و سوال برنامه امروز این هست، نظرتون راجع به این حرکت نه به جمهوری اسلامی چیه؟ آیا این هم تسلسل امید، یأس و افسردگی است، یا اینکه واقعا به جایی خواهد رسید؟ مرسی که با ما بودید، امیدوارم هر روزتون بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشه. مرسی. شما هم بیننده برنامه سربی با مردم باشید. پلیر 2، خدا نگهدار، به امید دیدار.